رو تکمیل بکنیم و بعد انشالله در واقع درباره تحلیل مکانیکی بحثی رو شروع بکنیم. خیلی فرصت زیادی نداریم. اگر دوستان بزرگوار سوالی دارن در مورد ایبل منیجمنت الان اشاره بفرمان، اگر نه که ما بحث رو شروع بکنیم. خیلی اگه کسی سوالی نداره من اجازه بفرمایید بحث رو شروع بکنم. من تا جایی که ذهنم یاری میکنه ما در مورد در واقع راه هوایی و گذاشتن لوله داخل تراشه صحبت کردیم، ولی در مورد لارنجیال ماسک و روش های سوپراگلوتیک دیوایس ها یا روش هایی که اصطلاحاً خارج گلوتی که داخل مجرای تنفسی قرار نمی گیرن این وسیله ها در موردش صحبت نکردیم. من فقط یادآوری بکنم بعضی وقتا موقع گذاشتن لوله داخل تراشه ممکنه مشاهده بکنید که فردی که لوله گذاری رو میخواد انجام بده یا همکارش از بیرون شروع به یک مانورهای روی ناحیه گردن مریض به خصوص در ناحیه در واقع سیب آدامز یا آدامز اپل ایجاد میکنن که اصطلاحاً به اینا میگیم اکسترنال لارنجیال مانور، یعنی مانورهایی که از بیرون ایجاد میکنه که یکی از رایج‌ترین مانورهایی که مورد استفاده قرار میدن برای اینکه لوله گذاری راحت تر باشه همونطور که توی تصویر میبینید مانور بی او آر پی هست. مانور بی او آر پی یعنی بکوارد آپوارد رایت پرشر، یعنی با دستش فشار میده به سمت عقب، به سمت اپل اون برجستگی جلوی گلون رو به سمت راست حرکتش میده و این کمک میکنه برای اینکه راحت تر بتونه لوله رو ببینه و در واقع تارهای صوتی رو ببینه و لوله گذاری رو انجام بده، که این هم یکی از روش های مرسومی هست که ممکن استفاده بشه. در مورد استفاده از گاید صحبت کردیم که گفتیم بهتره که چون گاید که در حال حاضر ما داریم روکش پلاستیکی دارن، اینا رو بخوایم داخل لوله تراشه بذاریم حتما باید ژل بزنیم که قشنگ داخل تراشه لوله تراشه وارد بشه و بتونیم راحت خارجش بکنیم. حتما انتهای گاید رو خم میکنیم که سر نخوره. نوک گاید ما برخلاف بوجی ها یا تیوب اکسچنجر ها نباید گاید ما از داخل در واقع لوله تراشه بیاد بیرون، این اشتباه هست. و بعد گفتیم مانور سلاش و تایید صحت جایگذاری لوله داخل تراشه اهمیت داشت. گفتیم تاکید کردیم مانور سلایک رو تا زمانی که مطمئن نشدیم لوله سر جاش هست دستمون رو ور نمی‌داریم. بعد از اینکه مطمئن شدیم لوله سر جاش هست برای کاهش ریسک آسپریشن که فشار داده بودیم میتونیم این فشار رو برداریم. برای اینکه مطمئن بشیم که لوله سر جاش هست، چیزی که در حال حاضر تو بالین از ما انتظار میره و در دسترس هست سم اریه ها هست، که ما همونطور که گفتیم چند جا رو باید سم بکنیم، ناحیه اپیگاز، ناحیه ریه سمت راست، ریه سمت چپ، در جاهای مختلف سم بشه. اپیگاز نباید صدا داشته باشه ولی در دو طرف باید حتما سم بشه و صدا داشته باشه، چون ممکن لوله ما داخل تر بیاد و وارد ریه یک ریه بشه و مریض ما آن لانگ ونتیلیشن بشه اصطلاحا. اینم گفتیم که کاپنوگرافی رنگ سنجی هست که ملاحظه میفرمایید در قسمت کنار آمبو وصل میشه، بازدم مریض وقتی بهش برخورد کنه که حاوی CO2 هست، رنگ این کاغذی رو که به رنگ بنفش هستش تغییر پیدا میکنه به رنگ زرد خردلی و همین موضوع نشون میده که لوله سر جاش قرار گرفته. همونطور که توی تصویر ملاحظه میفرمایید ابتدا این کاپنوگرافی رنگ سنجی یعنی تغییر رنگی که ایجاد میکنه متوجه میشیم که لوله توی تراشه قرار گرفته که رنگش تغییر کرده به زرد خردلی. ممکنه از در واقع ازوفاژیال دتکتور دیوایس استفاده بشه، چون گفتیم که دو تا مجرا هست که لوله من وقتی وارد میشم ممکنه اشتباهی وارد مری شده باشه به جای اینکه وارد تراشه شده باشه، چون مری هم غضروف نداره بنابراین راحت کلاپس شده است، یعنی خوابیده است، توش هوا وجود نداره و همین خاطر اگه لوله تراشه شما رفته باشه داخل مری، این وسیله که مثل پوار هستش که سر لوله تراشه قرار میدن مچالش وقتی بکنن رهاش بکنن، اگه همینجور مچاله باقی بمونه یعنی که شما لولتون سر داخل مری قرار گرفته برخلاف تراشه که توش هوا وجود داره و به خاطر ساختمان غضروفیش بنابراین مچاله باقی میمونه. این باز کمک کننده است برای من، الان لوله داخل مری قرار گرفته که در واقع تو این روش باید حتما لوله خارج بشه دوباره گذاره. اگه داخل تراشه بشه وقتی مچالش میکنید یا اسکویزش میکنید و رهاش میکنید بلافاصله پر میشه این پواره و کمک کننده. حالا این کار رو با سرنگ هم
میشه انجام داد. همونطور که باز ملاحظه می‌فرمایید روش خوبی هست، اما این روش برای چند تا فرد ممکنه ما رو به اشتباه، برای چند گروه از افراد ممکنه ما رو به اشتباه بندازه. یکی کسایی که خانم‌های باردار هستن که فشار رو تراشه‌شون زیاده و ممکنه تراشه هم تحت فشار باشه، بنابراین همونجور مچاله باقی بمونه. کسایی که آسم دارن و کسایی که وزنشون خیلی زیاده، توصیه شده از این روش برای تایید لوله‌گذاری داخل تراشه استفاده نشه. خب بعد از اینکه لوله داخل تراشه رو در واقع تایید کردیم که سر جاش هست، باید حتما با استفاده از یه باندی فیکسش بکنیم. حالا اینجا از چسب استفاده کرده و فشار کاف لوله تراشه رو هم باید باد بکنیم با یه فشاری که حالا معمولا گیج باید بزنیم. یادآوری کنم فشار مناسب برای کاف لوله تراشه باید زیر 20 سانتی متر آب، این واحدش اشتباهه، زیر 20 سانتی متر آب نباید باشه و از 35 سانتی متر آب هم نباید بیشتر باشه، یعنی بین 20 تا 35 سانتی متر آب مناسب فشار کاف لوله تراشه که اشاره کرد. حالا اگر به هر دلیل مریض ما مبتلا به کرونا بود و قرار بود لوله گذاری داخل تراشه انجام بشه، یک سری تمهیداتی رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه حتما از ویدیو لارنگوسکوپ استفاده بکنیم که مجبور نشیم صورتمون رو بیاریم نزدیک. دوم اینکه حتما ماسک N95، حتما شیلد یا عینک مخصوص، حتما وسایل تجهیزات حفاظت فردی باید استفاده بشه و در عین حال حتما باید از آورسل باکس استفاده بشه. آورسل باکس کمک میکنه که موقع لوله گذاری داخل تراشه ترشحات و آلوده مریض تو محیط پخش نشه، چون من قرار هست لارنگوسکوپ رو وارد مجرای تنفسی کنم و دید بهتری برای من ایجاد بشه. خب من متاسفانه مشکلی پیش اومد که اینو درستش کنم. بسیار. از طرف دیگه ما بهتره که موقع لوله گذاری داخل تراشه اون فیلترهای هپا که ضد باکتری هست از قبل روی لوله تراشه اسمبل کرده باشیم، وصلش کرده باشیم که لوله رو وقتی میذاریم، چون خیلی وقت لوله رو وقتی میذارید مریض شروع میکنه به سرفه کردن یا اینکه ترشحات مریض ممکنه با فشار بیرون بزنه. تو این قبیل موارد بهتره که برای جلوگیری از آلودگی که مریض مبتلا به کرونا است یا مشکوک به کرونا هست، حتما فیلتر هپا رو از قبل روی لوله تراشمون اسمبل کرده باشیم که همین که فراموش نکنیم، همین که وقتی مریض بازدمش بلافاصله برمیگرده آلودگی تو محیط پخش نشه. همونطور که ملاحظه میفرمایید باید حتما آمبوهایی هم که انجام میدیم و تهویه با آمبو هم با فیلتر هپا انجام بشه. خب اگر بخوایم همین بیمار رو به دستگاه تهویه مکانیکی هم بخوایم وصل بکنیم، چند تا فیلتر لازم داریم که حالا به علت محدودیت‌هایی که ما داریم از همه این فیلترها استفاده نمیشه. یک فیلتر بازوی دمی باید داشته باشه، یک فیلتر بازوی بازدمی و یک فیلتر هم تو رابط وای شکل. حالا در مورد این در واقع تهویه مکانیکی جلوتر باز توضیح خواهیم داد، این نکته رو هم مد نظر باید قرار بدیم. حالا اینجا هم میبینید که به جای باند ممکنه از تیوب هولدر استفاده بود. تیوب هولدر یه مدت تو کشور ما وارد شد ولی به خاطر محدودیت هایی که در بالین ایجاد کرد متاسفانه کمتر استفاده میشه، چون دهن مریض رو زخم میکرد، چون یه قسمتی داره که توی دهن قرار میگیره، زیر این دو تا زائده داره که داخل دهان بیمار قرار میگیره، اون زائده ها باعث زخم دهان بیمار میشد، به همین خاطر در حال حاضر از این وسیله استفاده نمی کنن و ترجیح میدن از باند استفاده. خب بریم سراغ وسیله های سوپراگلوتیک. وسیله های سوپراگلوتیک، من ببینم اگه سوالی دوستان دارن سوال رو پاسخ بدم بعد بریم سراغ وسیله های سوپراگلوتیک. آخ متشکرم از اینکه اشاره کردید، لطف کردید، من همیشه یادم میره برای ریکورد، سپاسگزارم. دوستان بکنید. خب بریم سراغ وسیله های سوپراگلوتیک. خب وسیله های سوپراگلوتیک وسیله هایی هستند که گفتیم خدمت شما داخل لوله تراشه قرار نمی گیرن. این وسیله ها بالای تراشه هستند، بنابراین گذاشتنشون نیاز به دیدن تارهای صوتی نداره. ما لوله تراشه مطمئن ترین راه هست، یعنی به عنوان بهترین و مطمئن ترین راه فراهم کردن مجرای مناسب برای تهویه لوله تراشه هست، چون ریسک آسپریشنش کمتره. مطمئن اگر به هر دلیلی نتونیم لوله داخل تراشه بذاریم، میریم اقدام میکنیم به گذاشتن وسیله های سوپراگلوتیک ایوری دیوایس ها، که این سوپراگلوتیک ایوری یا اکسترنال گلوتیک دیوایس ها چون داخل تراشه قرار نمیگیرن، بنابراین نیاز به دیدن تارهای صوتی نداره، یعنی میتونیم اینا رو اصطلاحاً بلایند بذاریم. خب میگید این وسیله ها چه فایده ای داره؟ میگید تجهیزات سوپراگلوتیک
به چند دلیل خوبه. یکی اینکه نیاز نیست که من مستقیما تارهای صوتی رو ببینم. یعنی اگه مریض دیفیکالت اینتوبیشن باشه یا اینکه جابجایی سر و گردنش برای من مقدور نباشه، مثلا فرض بکن شکستگی موتور، این وسیله خوبیه. کسایی که احتمال میدیم که ممکنه موقع لوله گذاری تر حلقشون تحریک بشه ارست کنن، یعنی مریض هایی که به نوعی میشه گفت ثبات قلبی عروقی خوبی ندارند، ما بدون مشکلات مربوط به تحریک واد راحت تر میتونیم لوله بذاریم. یا در شرایط اورژانس که ما به هر دلیلی ممکنه تکنیک لوله گذاری رو آشنا نباشیم یا نتونیم لوله بذاریم، حتما باید ترای بکنیم روش های آلترناتیو. یا کسایی که فشار داخل جمجمهشون خیلی بالاست یا فشار داخل چشمش طرف خیلی بالاست، تو این قبیل موارد هم به خاطر دستکاری های مکرر که ممکنه فشار مغزو ببره بالا یا فشار داخل چشم ببره بالا، توصیه شده که از روش های سوپراگلوتیک استفاده بشه. اما روش های سوپراگلوتیک بدی بزرگ دارن، خیلی مطمئن برای پیشگیری از آسپریشن محتویات معده نیستن. علارغمی که بادکنک داره، کاف داره، سیستم اینفلیتینگ دارن، ولی روش مطمئنی نیستن. بنابراین کسایی که ریسک آسپریشنشون خیلی بالاست، مثلا شکمپور دیورتیکول داره، نمیدونم تو دستگاه گوارش مشکل، خطر آسپریشنش بالا هست، بهتره که ما نریم سراغ این وسیله ها. خب یکی از وسیله های مرسوم برای سوپراگلوتیک دیوایس ها ازوفاجال تراکال کامبیتیوب هست، یا اصطلاحاً به شکل مرسوم به اسم کامبیتیوب میشناسن. کامبیتیوب شبیه لوله تراشه هست، ولی دو تا لوله هست که در یک غلاف قرار گرفته. همونطور که تو تصویر هم دارید میبینید دو تا لوله هست، دو تا بادکنک داره، یه بادکنک در قسمت دیستال داره، یه بادکنک در قسمت پروکسیمال داره، و دو تا سیستم اینفلیتینگ داره. سیستم اینفلیتینگی که بادکنکش و پیلوتش اصطلاحاً آبیه که بادکنک پروکسیمال رو باد میکنه، و یه پیلوتی که داره این لولهی که باریک هستش که انتها رو. این دوتا لوله توی یه غلاف قرار گرفته. یکی از این لوله ها که رنگش معمولاً سفید هستش به انتها باز میشه، یعنی اگه از اون لوله هوا وارد بکنید هوا از اون ته لوله خارج میشه. یکی از این لوله های دیگه که ملاحظه میفرمایید از 8 سوراخی که اینجا قرار گرفته که بین دوتا کاف هستش خارج میشه، یعنی ما بین فضای بین دوتا کاف یه 8 سوراخ وجود داره، 4 تاش این طرف 4 تاش اون طرف دیگه، که این لوله دومیه که معمولا رنگش به رنگ آبی هست، اینجا باز بهتر نمایان هست، به این 8 سوراخ باز میشه. یعنی اگه لوله دومیه رو شما هوا وارد بکنید هوا از اینجا میاد. خب میگید این چه فایده ای داره؟ میگم این لوله رو که بهش میگیم کامبیتیوب، که این 8 سوراخش رو اینجا میبینید 4 تاش این طرف هست 4 تاش هم اون طرف دیگه هست، خوبیش به اینه که بدون اینکه شما نیاز داشته باشید تارهای صوتی رو ببینید این لوله رو رد میکنید. در حدود 85% موارد این لوله رو وقتی شما بلایند یا کور، یعنی بدون دیدن تار صوتی، هولش میدید یا سورش میدید به سمت داخل مجرای تنفسی بیمار، معمولا اینی که وارد در واقع مری میشه. به هر تقدیر حالا ممکنه البته این اتفاق هم بیفته، وارد تراشه هم بشه ها، ولی ما در 85% موارد همونطور که ملاحظه میفرمایید، حالا میتونید از لارنگوسکوپ هم استفاده بکنید یا میتونید از انگشت شستش طرف استفاده بکنید، تو تصویرم دارید میبینید، فقط مراقبت میکنه که زبون ته حلق نیفته، لوله رو ژل میزنه یه مقدار، حتما باید ژل بزنید چون لوله دو تا لوله هست و قطور هست، حتما ژل بزنید راحت تر باید وارد بشه، لوله رو سر میده. در اکثر موارد این لوله میره داخل تراشه، داخل مری ببخشید. این دوتا لوله هست که لولهی که سهل الوصول تر هست، در مسیر سرراستری قرار گرفته، داخل مری هست. اگه این لوله بره داخل مری، دوتا بادکنکش رو باد میکنه، یه بادکنک دیستال که انتهای لوله هست، وقتی باد بشه ریسک ریگورجیتیشن میاد پایین. خب بادکنک دیگه تو دهن مریض باد میشه که عایق بکنه، که اگر احتمالا شما تهویه از طریق این لوله آبی رو انجام بدید، از این 8 سوراخ هوا بیاد، نه از این طرف بتونه فرار بکنه نه از این طرف هم وارد مری بتونه بشه. تنها راهی که دارین که وارد تراشه بشه. بنابراین این لوله رو اگر بذارید یکی یکی باید با آمبو امتحان کنید ببینید کدوم لوله داره تهویه تراشه رو انجام میده، چون ما وقتی بلایند گذاشتیم ممکنه لوله هر جای وارد شده باشه. پس اگه وارد مری شده باشه از لوله آبیه با این 8 سوراخ تهویه در واقع تراشه انجام میشه. اگه نه لوله رو شما به هر تقدیر بلایند گذاشتید، استثنا در 15% موارد ممکنه بره داخل
در واقع تراشه قرار بگیره. اون وقت دیگه دو تا باد کنن که باد بکنه اون لوله سفید جواب میده، خب مستقیما وصل میشه به انتها و از این انتها تعبیه تراشه انجام خواهد شد. پس این خوبیش به اینه که این وسیله رو چه شما به شکل در واقع کورک گذاشتید، چه داخل تراشه شده باشه، چه وارد مری شده باشه، قابل استفاده است. الان ببینید دهنه مری رو عایق کرده و این 8 سوراخ تعبیه تراشه رو دارن انجام میدن. این بادکنکی که توی دهن باد میشه اجازه نمیده این هوا فرار بکنه بیاد بیرون و از اینجا هم وارد مری نمیشه، تنها جایی که داره اینی که وارد تراشه میشه. اینجا اگر احیانا هم گفتیم وارد تراشه بخواد بشه، با خب از این لوله این رنگش متفاوت کشیده، معمولا رنگ آبیه به این 8 سوراخه وصل میشه. تعبیه رو که انجام بدید تراشه رو تعبیه میکنه. میگه آقا ما از کجا بفهمیم این لوله کجا رفته؟ میگم تک تک اینا رو باید با آمبو زدن امتحان کنی. هی در واقع آمبو بزنی، گوش کنی ببینی که آیا ریه‌ها دارن تعبیه میشن یا معده داره تعبیه میشه. بنابراین این وسیله به هر روشی که استفاده بشه قابل استفاده هست. خب عرضم به حضور شما روی این لوله ها معمولا دو تا خط مشکی وجود داره که برای اینکه ما نمیدونیم این لوله رو که وارد کردیم تا چقدر ببریمش داخل، برای اینکه کمک بکنه به ما دو تا خط مشکی گذاشته که دندونای مریض باید بین دو تا خط مشکی قرار بگیره. این دو تا خط مشکی راهنمای خوبیه برای اینکه لوله رو من چقدر وارد بکنم. یکی از این بادکنک ها رو باید با مقدار 100 سیسی هوا پر بکنیم، یکی دیگه پایین هستش 15 سیسی. میگه ما از کجا بفهمیم چقدر باید باد بکنیم؟ اینا این لوله های کامبی تیوب دو تا سایز داره، سایز 3 داره و سایز 4، که حالا بسته به جسته فرد ممکنه در واقع در دسترس باشه و استفاده بکنه. قیمت گرونی داره این لوله ها و روی خود پیلوتشون معمولا نوشته که با چند سیسی هوا باید تکمیل میشه. مثلا کاف پروکسیمال این با 500 سیسی هوا و کاف دیستال رو با چیزی حدود 10 تا 15 سیسی هوا معمولا پر میکنن. خب کاربردش برای کیاست و برای چه کسایی نمیشه استفاده کرد؟ کاربردش گفتیم برای کسایی که مثلا به علت آسیب ستون فقرات گردنی امکان پذیر نیست ما لوله داخل تراشه براشون بذاریم، یا به هر دلیلی آناتومی حلق و حنجره یا استفراغ و خونریزی کرده باعث شده که من دید خوبی برای دیدن تارهای صوتی برای رد کردن لوله تراشه نداشته باشم، خب میان از این روش استفاده میکنن. اما این روش وسیله مناسبی برای استفاده در بچه های زیر 16 سال اصلا نیست. کسایی که قدشون کوتاهه، کسایی که زیر 16 سال هستن، کسایی که مثلا در واقع ترکیبات سوزاننده خوردن، مثلا نفتی چیزی مصرف کرده که آسیب داره، مثلا اسیدی چیزی خورده تو دستگاه گوارش که مجاری گوارشی رو آزرده کرده یا زخم کرده، اصلا مناسب نیست، چون این لوله ممکنه که وارد مری میشه در اکثر موارد و ممکنه باعث پاره شدن مری میشه. قطر این لوله هم زیاده ممکنه باعث پاره شدن مری بشه که پاره شدن مری یه اورژانس تلقی میشه، یعنی یکی از اورژانس های گوارش پاره شدن مری هست که بسیار پرچالش و ممکنه مرگ و میر هم داشته باشه. خب به خاطر اینکه قطر لوله کامبی تیوب بزرگ بود و گذاشتنش مقدار دشوار بود و از طرف دیگه میدیدن در 85% موارد این لوله رو وقتی میذاریم مستقیم وارد مری میشه، اومدن یه لوله دیگه درست کردن به اسم کینگ تیوب یا لارنجیال تیوب. کینگ تیوب یا لارنجیال تیوب این ساختمانش مثل همون لوله هست، فقط به جای اینکه دوتا لوله باشه یک لوله هست، چون پیشفرض ما اینه که این لوله رو اگر کور یا بلایند بذاریم به احتمال زیاد وارد مری میشه. بنابراین اومدن انتهای این رو اون بادکنک انتهایی رو بستن، این تک لوله هرم به یه سوراخی که بعد از کاف پروکسیمال بود اینجا باز کردن، اینجایی که الان دارم نشونتون میدم، یعنی هوا رو از اینجا وقتی وارد میکنه از این قسمت خارج خواهد شد و لوله این انتهایی اینا معمولا بسته است. حالا ممکنه البته بعضی از انواع لارنجیال تیوب هست که ممکنه باز باشه برای ساکشن کردن، ولی معمولا بسته است چون قطر این باریک تر بشه. یه دونه سیستم اینفلیتینگ هم داره که این پیلوته که از اینجا وقتی بادش میکنید هر دو تا بادکنک رو میتونه باد بکنه. این روش این وسیله خیلی خوبیه
گذاشتنش راحت تره، عوارضش کمتره و دسترس باشه نسبت به کامبی تیوب ارجح است، چون آسیب کمتری ایجاد میکنه. نگاه کنید این وسیله هایی که اصطلاحا میگیم لارنجیال تیوب یا کینگ تیوب، یک لوله هست. این سوراخی هم که اینجا داره و تهویه انجام میده بین در واقع کاف پروگزیمال است که توی دهان باد میشه و کاف دیستال بین اینا. حالا بعضیش انتهاش بسته هست، بعضیش مثل این که ملازم میفرمایید انتهاش باز هست که میتونیم ساکشن رو هم قرار انجام بدیم. خب غیر از این وسیله، ما یه وسیله خیلی خوبی دیگه ای که مورد استفاده قرار میدیم به عنوان وسیله های مربوط به اکستراگلوتیک یا سوپراگلوتیک، لارنجیال ماسک ایروی هست یا در واقع ماسک حنجره. این لارنجیال ماسک هم انواع مختلف دارن، یعنی ماسک حنجره، توضیح خواهم داد ماسک حنجره چیه، انواع مختلف داره. این چیزی که مرسوم هست شما تو بخش ها میبینید معمولا بهش میگن کلاسیک لارنجیال ماسک. نگاه بکنید یک لوله هست و یه ماسک که این لوله به انتها باد میشه. این در واقع ماسکی که انتهای این لوله قرار گرفته یه سیستم اینفلیتینگ داره که از بیرون باد میشه. با هم دیگه جلوتر نگاه بکنیم خیلی کمک کننده است. من اول این تصویر رو نشون بدم و بعد برگردم دوباره جزئیاتشو بگم. ببین این لوله رو ما بلایند عبورش میدیم. گفتیم اگه لوله رو ما کور عبور بدیم، چون دو تا مجرا داریم، این مجرا بالای مجرا پایین، خب مجرای بالای تراش است، میگه این چیزی که همونجوری قوس نازوفارنگس رو دور میزنه، اوروفارنگس رو دور میزنه، میاد پایین، صاف باید بره داخل مری. بنابراین لارنجیال ماسک وقتی ما هولش میدیم، عبورش میدیم، وارد در واقع مری میشه معمولا نوکش، و وقتی که کافش رو باد بکنی این ماسک کافش باد میشه، این نوک این ماسک لارنجیال ماسک دهانه مری رو عایق میکنه و خود این دهانه در واقع نوک این مری رو مسدود میکنه. دهانه ماسک دقیقا روی تراشه فیت میشه. بنابراین اگر از داخل این لوله شما هوا رو بفرستید، مطمئنا داخل تراشه تهویه خواهد شد. خوبی هست و گذاشتنش هم خیلی ساده است. بنابراین یادمون باشه نوک لارنجیال ماسک همیشه وارد مری میشه و اون قسمت مرگردم تصویر رو با هم دیگه ببینیم، این معمولا مقابل تراشه قرار میگیره، دهانه تراشه، به همین خاطر بهش میگه ماسک حنجره. و وقتی تهویه انجام بدید از اینجا تهویه تراشه رو انجام خواهد. سایزهای مختلف داره، سایز 1.5 2 2.5 3 4 5 6. میگه آقا از بر کردن این سایزها کار دشواری. به عنوان یه قانون کلی برای خانم ها شما همیشه سایز 4 استفاده کنید، برای آقایون سایز 5 استفاده کنید. یعنی مثلا لوله تراشه گفتیم برای خانم ها 7 7.5، برای آقایون 8 8.5، اینجوری باید بگیم که برای خانم ها همیشه سایز 4 استفاده بکنید، مگه اینکه حالا به هر تقدیر وقتی که لارنجیال ماسک گذاشتید تهویه میکنید میبینید هوا از این کنارها داره فرار میکنه، اون وقت باید سایز بزرگتر استفاده بکنید. پس سایز 4 برای خانم ها، سایز 5 برای آقایون. اگرم بر اساس وزن خواستید انتخاب بکنید، معمولا وزن بالغین بین 50 تا 70 کیلو سایز 4، وزن 70 تا 100 کیلو سایز 5، و بالای 100 کیلو هم ما معمولا سایز 6 استفاده. ما سایز 6 استفاده نمی کنیم زیاد، به خاطر اینکه معمولا دیده شده کسایی که وزنشون زیادتر هست مجاری تنفسیشون کوچیک‌تره. یعنی فکر نکنی یه آدمی که مثلا 150 کیلوه حتما باید سایز لارنجیال ماسکش هم حتما باید بزرگ باشه. نه، خیلی وقتا آدمایی که چاقتر هستن مجاری تنفسیشون کوچیک‌تره. به همین خاطر باید حتما برای بالغینی هم که وزنشون بالای 100 کیلو اول ما سایز 5 رو انتخاب میکنیم، بعد امتحانش میکنیم. خب اینم یه سیستم اینفلیتینگ بیشتر نداره که کاف این رو میتونه باد بکنه. که حالا میگه آقا من از کجا بفهمم چند سیسی هوا باید بزنم که این کاف باد بشه. یادمون باشه که مثل لوله تراشه که گفتیم فشار کاف لوله تراشه باید چیز حدود بالای 20 سانتی متر آب تا 35 سانتی متر آب باشه، یعنی بین 20 تا 35 سانتی متر آب باشه، فشار کاف لارنجیال ماسک معمولا باید 60 سانتی متر آب باشه. میگه آقا من اندازه‌گیری، ما معمولا تو بالین اندازه‌گیری انجام نمیدیم فشار کاف ها رو، ولی به هر تقدیر حجم هوایی که قرار هست استفاده بکنیم نوشته رو خود این قسمت پیلوتشون، نیاز به از بر کردن چیزی نیست. ما سایز 4 معمولا با 30 سی سی هوا، سایز 5 با 40 سی سی هوا معمولا باید پر بشه. برای گذاشتن لارنجیال ماسک مراحل مختلفی وجود داره. اول باید انتخاب بکنیم سایز مناسب رو.
که گفتیم اشاره کردیم برای خانم ها 4، برای آقایون 5. بررسی میکنی خود لارنجیال ماسک کافش سوراخ نباشه. این که لارنجیال ماسک کافش رو معمولا توصیه میکنن کامل خالی نکنید، چون اگه خیلی کامل باشه این لارنجیال ماسک خیلی انعطاف پذیر مثل به قول معروف یک کاغذ خواهد شد و خیلی راحت تا میخوره. بنابراین یه مقدار هوا توش میزنیم یه قوام پیدا بکنه ماسکی که قرار هست بره دهانش داخل مری، و بعد تو دستمون باید بگیریم. اگر خواستیم ژل بزنیم پشت لارنجیال ماسک رو باید ژل بزنیم، اگر دهنه لارنجیال ماسک نیازی نیست ژل بزنیم که الان توضیح میدم چرا، و بعد تو دستمون نگهش میدونه و استفاده میکنه. نگاه کنید پشت لارنجیال ماسک قراره بچسبه به کام مریض، سر بخوره بیاد، و وقتی این قرار گرفت که اینجا ژل لازم نداره پشت لارنجیال ماسک. چرا پشتش ژل لازم داره؟ به خاطر اینکه قراره از روی در واقع زبان و چسبیده به کام مریض سر بخوره بیاد پایین. پس همونطور که گفتیم اول خالی میکنه، خیلی خالیش نمیکنیم، یک ذره هوا توش میزنیم که قوام پیدا میکنه. چجوری تو دستمون؟ که از رایج ترین تکنیک هایی که ما توس با انگشت ایندکس تو یا انگشت میانیتون که بلندتر قاعده ماسک قرار دید، ما موقعیتون بالای سر مریض هست با یه دستتون میتونید اصلا از لارنجیال اصلا از در واقع لارنگوسکوپ استفاده نمی کنید. ببینید ماسک رو انقدر خم کرده که پشت لارنجیال ماسک رو داره میچسبونه به کام مریض، و بعد از اینکه چسبون به کام مریض، چون پشتش رو گفتیم ژل میزنیم، یه جوری حرکت میده که زبون رو نبره باهاش پایین، میبره در واقع دور میدنه و وارد با انگشتش کاملا جایگذاری انجام میده که سرش میده که کامل دهانه لارنجیال ماسک بره داخل مری و در واقع ماسک سر جاش قرار بگیره. دوباره هم نگاه بکنید پشتش رو چسبون به لارنجیال ماسک، سر داد رفت داخل مری و تهویه تراشه رو با در واقع این وسیله خیلی راحت انجام میده. اینجا هم باز همون رو با یه تکنیک دیگه، حالا فیلمش هم هست انشالله با هم خواهیم دید، که میچسبونه به کام مریض و سر خواهد داد به سمت پایین با انگشتش. میتونه بعضی ممکنه حالا بر تقدیر با انگشت هدایت نکنن، چون خود ورود انگشت به داخل مجاری تنفسی میتونه آسیبزا باشه، بعضیا با این کار راحت ترن، بعضیا در واقع بدونی که انگشتتون تو دهن مریض ببرن لارنجیال ماسک رو جا میذارن. این که ما گفتیم که قوام لارنجیال ماسک خیلی کم هستش و ممکنه که لارنجیال ماسک شما تا بخوره اگه کامل خالی باشه به این علت. نگاه کنید اگه سیستمشون کاف لارنجیال ماسک کامل در واقع خالی باشه اینجوری تا ممکنه بخوره و اون جایی که شما میخواید نره. البته ما یادآوری بکنیم برای بعضی از افراد آناتومی حلق و حنجرهشون به گونه ای هست که شما هر کار بکنید نمیتونید لارنجیال ماسک بذارید، یعنی لارنجیال ماسک ممکنه بره داخل ولی تهویه تراشه رو انجام نمیده، مثل اینجایی که الان میبینید، یعنی ممکنه به اپیگلوت گیر کنه و داخل مری یا داخل تراشه قرار نگیره. پس ماسک حنجره قرار هست دهانه تراشه رو به شکل یک ماسک پر بکنه و استفاده بشه. ما معمولاً به عنوان یه روش موقت این وسیله رو میشناسیم. در شرایط اورژانس که هنوز ممکنه که ما نتونیم لوله تراشه بذاریم یا هنوز امکانات کافی برای گذاشتن لوله تراشه فراهم نشده، برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از عدم تهویه مناسب ممکنه لارنجیال ماسک برای بیمار گذاشته بشه. یا برای کسایی که قرار عمل جراحی انجام بدن، عمل‌های جراحی زیر 2 ساعت رو با لارنجیال ماسک انجام میدن. کنتراندیکاسیون برای لارنجیال ماسک به شکل مطلق وجود نداره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید گفتیم ابسولوتلی یا به شکل مطلق ما کنتراندیکاسیونی برای لارنجیال ماسک نداریم. ولی گفتن که کسایی که پرگننت هستن هفته 14 تا 16 بارداری، آسیب‌ها و تروماهایی به فک و صورتشون وارد شده، قفسه سینه‌شون ترومایی وارد شده که ممکنه ریه‌ها خوب اکسپاند نشن، هوا با هوا پر نشن، خطر آسپریشن براشون وجود داشته باشه، توصیه شده که از لارنجیال ماسک استفاده نشه بهتره. خب یه لارنجیال ماسک دیگه بذارید حالا اگه فیلمش هم بتونم به شما نشون بدم خیلی خوبه، چون فکر میکنم این فیلم بسیار کمک کننده باشه برای شما. شما انشالله که ما بتونیم بکنم که نشون بدم براتون که فوق العاده فیلم خوبی هست. انشالله که
در دسترس باشه من بتونم براتون نشون بدم. کارگاه CPR. بله. این لارنج آلماسی که الان اینجا میبینید، فیلم رو با هم دیگه ببینیم. What we're about to demonstrate is the correct insertion technique for the intersurgical solar laryngeal mask airway. Firstly, it's important that you select the correct size for each patient and the patient's weight does appear on the airway tube. Next, prepare the laryngeal mask. نگاه کنید، لارنجال ماسک رو الان داره آماده میکنه. اول چک میکنه. کامل بهتر خالیش نکنید، چون خیلی کامل خالی بشه یه مقدار ممکنه قوامش رو از دست بده. این چه جوری تو دستش نگه میداره؟ مثل مداد میگیره انگشت ایندکسش رو، قاعده ماسک میگیره. اگه میخواد ژل بزنه پشت لارنجال ماسک ژل میزنه. این چه جوری تو دستش میگیره؟ پشت لارنجال ماسک رو باید بچسبونه به کام مریض. دستش رو میتونه نگه داره. حالا ما نیازی نیست حتما گردن رو پوزیشن بدیم، حتما نیازی به این کار نیست. این چجوری وارد بشه؟ یه دور این شکلی باید بزنه، میچسبونه به کام مریض، زبون رو نباید باش ببره پایین. انگشتش رو در قاعده ماسک گرفته که ماسک تا نخوره. نگاه بکن، حالا میتونه انگشت میانی باشه یا انگشت ایندکس باشه. نگاه، چسبون به کام مریض، سرش میده داخل، این تراشه، این مریه. نوک لارنجیال ماسک رفت داخل تراشه. خب حالا اگه کافش رو باد بکنه، این قسمت که نوک لارنجیال ماسک است، دهنه تراشه رو میبنده. نگاه کنید، کافش باد میشه، مسدود کرد دهنه تراشه، دهنه مری رو. این نوکش داخل مری هست. حالا اگر تهویه انجام بده، هوا از اینجا میاد وارد تراشه میشه. اگه محتویات معده بخواد بیاد بالا که بره تو مجرای تنفسی، این دهنه این جلوشو میگیره. اینجا هم اپیگلوت قرار گرفته که ماسک رو تا حدی میشه گفت نگه میداره که جا به جانش. حالا تهویه که انجام میده، این هوا چی جایی نداره جز اینکه وارد تراشه بشه. خب بریم سراغ ادامه بحث. خب غیر از لارنجیال ماسک های کلاسیک که توضیح داریم، یک سری لارنجیال ماسک هایی هستن که یه لوله دیگه کنارشون وصل کردن که به انتهای این باز میشه. نگاه بکن این لوله، با این پیش فرض که این نوک لارنجیال ماسک وارد مری میشه و ترشحات مری ممکنه زیاد باشه، بخواد بیاد بالا، از معده اومده بالا تو مری قرار گرفته، میگه اگه من ساکشن به اینجا وصل بکنم میتونم این ترشحات رو تخلیه بکنم. اسم این لارنجیال ماسک ها رو گذاشتن لارنجیال ماسک های پروسیل. همونطور که ملاحظه می‌کنید دیگه کلاسیک بهش نمیگه، این لارنجیال ماسک پروسیله. پس تفاوتش به اینه که در انتهای لارنجیال ماسک یه مجرا یا لوله‌ای قرار داده شده برای اینکه ترشحاتی که از معده اومدن بالا رو بشه ساکشن کرد. توصیه شده که اگه از این وسیله استفاده بکنیم مناسب‌تره، چون در واقع تهویه تراشه رو بهتر انجام میده، از طرفی ترشحات معده رو هم میتونه به نوعی میشه گفت تخلیه کن. یک نوع لارنجیال ماسک دیگه داریم، اینتوبیتینگ لارنجیال ماسک ای وی ها یا آی ال ام ای. ال ام ای های اینتوبیتد، یعنی ال ام ای رو که شما گذاشتید روش میتونی لوله تراشه بذاری. نگاه کنیم با هم دیگه، اینو بهش میگن اینتوبیتد لارنجیال ماسک. لارنجیال ماسک همچین وسیله هم توش وجود داره، یک وسیله فلزیه. خب نگاه بکنید، این وسیله فلزی که مقدار انحنا هم داره گذاشته میشه، خب نوک لارنجیال ماسک میره دهنه مری رو میبنده. حالا اگه این فلزیه رو بکشی بیرون یا از داخل شما لوله تراشه رو رد بکنی، این لوله تراشه مخصوص البته، نه هر لوله تراشه، لوله تراشه رو عبور بدی، این لوله تراشه هیچ جایی نداره برین که داخله، به جز اینکه بره داخل در واقع تراشه. بهش میگن اینتوبیتد لارنجیال ماسک. نگاه کنید به این صورت، لارنجیال ماسک رو گذاشته، دهنه مری مسدود، حالا هر لوله‌ای که من از این تو عبور بدم هیچ راهی نداره جز اینکه وارد تراشه بشه. لارنجیال ماسک مثلا تو این فرد نگاه بکنید، گردنش یعنی چسبیده به این اسکاری که ایجاد شده، زخمی که ایجاد شده، دیگه
حرکت گردن رو از این محدود، اگه بخوام لوله تراش بزنم اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین فراهم کردن راه هوایی برای همچین مریضی جز از طریق وسایلی که داریم توضیح میدیم، مثل سوپراگلوتیک ها، مثل اینکوبیت لارنجیال ماسک، اصلا یک زاویه 90 درجه اینجا داره، کمک کننده برای ما نیست. آیا لارنجیال ماسک ها میتونن مثل لوله تراش ها ویدوسکوپ داشته باشن؟ بله امکان پذیر است. بهش مثل لارنجیال ماسک های سیترک میگن، لارنجیال ماسک های سیترک، که حالا ممکنش از داخلش اندوسکوپ رو عبور بدن یا از داخلش ممکنه لوله تراشه چیز عبور بدن، پروسیجر خاصی بخوان انجام میدن، از داخل اون لوله لارنجیال ماسک میتونن این کار رو انجام. یک لارنجیال ماسک دیگه ای داریم که سیستم اینفلیتینگ نداره. اونای دیگه اگه دیده باشید پیلوت داشت، لوله رابطه داشت اینجا وصل میشد و این کاف باد میشد، ولی یه لارنجیال ماسکی ما داریم به اسم آیجل، یعنی ژله‌ایه، به عبارت بهتر سیستم اینفلیتینگ نداره. گرمای بدن فرد که به اینجا برخورد بکنه این ژله رو باد میکنه و این ژله وقتی باد بشه کامل میشه گفت عایق کردن رو خودش انجام میده. یه تفاوت دیگه ای که پس با لارنجیال ماسک میشه گفت داره این که اول سیستم اینفلیتینگ نداره، ژله، دوم این که قطری که توی دهن مریض قرار میگیره باریک نیست مثل لارنجیال ماسک که بازی کنه اذیت بکنه، اصطلاحا میگن قسمت بوکالش قطرش زیاده. یه تفاوت دیگه ای که داره ملاحظه میفرمایید، یه شیار کوچیک داخل لارنجیال ماسک هست اینجا که اتصال پیدا میکنه به یه لوله در کنار لوله اصلی که قرار خروج ترشحات معده رو هم میشه گفت این شیار کوچیک و این لوله کوچیک انجام میده. یه قسمت هم داره که بهش میگن اپیگلوت رست که این آیجل رو کاملا کنار اپیگلوت ثابت نگه میداره که بازی نکنه، اذیت نکنه. این وسیله تو بیمارستان خصوصی مدتی اومده بود ولی چون قیمتش در حال حاضر خیلی بالاست فعلا اصلا استفاده نمیشه. خب یه سری وسیله های سوپراگلوتیک هم معرفی کردیم، اما یه سری پروسیجرها هم ممکنه انجام بشه برای گذاشتن لوله تراشه که بد نیست اونا رو بدونیم. یکیش رتروگراد اینتوبیشن. یعنی چی رتروگراد اینتوبیشن؟ رتروگراد یعنی برعکس، لوله گذاری برعکس. منظور چیه؟ منظور اینه که اولین مداخله که ما انجام میدیم از پایین به سمت بالاست، به جای اینکه لارنگوسکوپ بذاریم از بالا لوله گذاری رو انجام بدیم، لوله گذاری اولین مداخلهش رو از پایین انجام، یعنی از پایین مجرای تنفسی حرکت میکنیم. یه سوزن وارد مجرای تنفسی میکنن در قسمت پایین تارهای صوتی، مثلا توی بین قضروفهای تراشه یا پایین تارهای صوتی، یعنی پایین در واقع قسمت مربوط به قضروف تیروئید، یه سوزنی رو وارد میکنن. خب از کجا بفهمیم سوزنه رفته تو مجرای تنفسی؟ خب یه سرنگ پشتش وصل میکنن، آسپیره میکنن که حق قلقل بکنه تو اون هوای مایعی که تو این سرنگ هست، من نشون میده که نوک سوزن داخل در واقع مجرای تنفسیه. یه گاید که سیمه های مخصوصی هست وارد این سوزن میکنن، این از این طرف هرکه اینقدر جلو میارن که این سوزن از تو دهن مریض میاد بیرون، بعد لوله تراشه رو روی اون عبور میدن. خب قاعدتا ما انتظار داریم که لوله تراشه همون جایی بره که این سیمه وجود داره که از داخل تراشه اومده است، به همین خاطر لوله تراشه ما مستقیما وارد تراشه میشه. کاربرد این برای چه مواقعیه؟ برای مواقعی که مثلا خونریزی اتفاق افتاده تو مجرای دهان بیمار، اصلا امکان پذیر نیست من تارهای صوتی رو بخوام ببینم، یا استفراغ و ترشحات ترحلق انقدر زیاد هستن که قابل رؤیت نیست چیزی، به همین خاطر تو این قبیل موارد ما تنها راهی که داریم رتروگراد اینتوبیشن رو انجام میدیم. ملاحظه بفرمایید لوله تراشه مستقیم وارد تراشه میشه. این گاید رو هم بخوان خارج بکنن از این ور نمیکشن گاید رو بیرون، چون قسمت هایی که بیرون هست نمیخوایم از داخل رد بشه، از اینجا معمولا با انبر قطع میکنن، در واقع این قسمت رو جدا میکنن، این قسمت هم از داخل لوله تراشه بیرون میکشنش. اینم پس یک روش دیگه اینتوبیشن هست که رتروگراد اینتوبیشن. تو این تصویرم دارید ملاحظه میفرمایید که سوزنی رو وارد کرده، یه سیم یا گاید رو وارد کرده، از تو دهن مریض اومده بیرون، این عبور میده رو خارج میکنه. ممکنه در مواقع ضروری در واقع تراکوستومی هم برای بیمار گذاشته بشه. برخلاف تصور که شاید تو کتاب‌های مختلف شما دیدید که برای تراکوستومی گذاشتن حتما باید مثلا برش بزنن یا به شکل حرف N
یا به شکل یو یا به شکل به علاوه تراشه رو برش بزنن که لوله‌ای رو عبور بدن بذارن داخل تراشه قرار بگیره. در حال حاضر تو مراقبت ویژه اگه قرار باشه برای کسی تراکوستومی بذارن، دیگه تو آی سی یو ممکنه که برای بیمار تراکوستومی بذارن، اما این تراکوستومی با اون تراکوستومی هایی که شما معمولا آشنا هستید باش تفاوت کنه. یعنی یه سوزن رو اول وارد میکنه تو مجرای تنفسی بالای سر مریض قرار گرفته، این در واقع آب داخل این سرنگ که حالا میتونه نورمالسالین باشه یا سروم باشه آب کنه که سوزن داخل مجرای تنفسی هست، از داخل اون سوزن یه گاید وارد میکنه روی گرد، این سوزن رو خارج کرد، این فقط گاید باقی موند روی که انتهاش پهن‌تر هست، روی اون در واقع نشتره رو عبور میده، اینجا رو دیلیت میکنه، دیلیتورش وارد بشه. ملاحظه میفرمایید یکم صافتر هستن، خیلی 90 درجه نیستن، اونا رو عبور میدن و تراکوستومی رو انجام میدن بدون اینکه نیاز باشه که برش خیلی بیشتری بزنه. خب پس اینم پرکوتانوس تراکوستومی. ما پس در مورد ایروی منیجمنت گفتیم، ما قبل از ایروی منیجمنت اول یه هیستوری گرفتیم، یه فیزیکال اگزم کردیم، گفتیم به ارزیابی میکنیم ببینیم شرایط بیمار چجوریه، آیا دیفیکالت اینتوبیشن، آیا تجهیزات خاص میخوایم، آیا وسیله های خاص میخوایم، اونا رو ارزیابی کردیم اول که معمولاً به شکل مشاوره های قبل از عمل جراحی یا ارزیابی هایی که ما خودمون انجام میدیم اونا رو انجام میدیم و بعد از اون اقدام به لوله گذاری میکنیم و گفتیم که ممکنه بعضی از مریضات دیفیکالت اینتوبیشن باشن که افراد ماهرتر، تجهیزات کاملتر و حرفه‌ای‌تر نیاز داشتن که اشاره کردیم بهش. و گفتیم که یه نکته خیلی مهم دیگه که اشاره بکنیم بهش این موضوع هست که من اصل کار رو بیارم که مثل لوله گذاری داخل تراشه که ممکن هست در واقع شما با مشکل مواجه بشید و دیفیکالت اینتوبیشن داشته باشید، برای خارج کردن لوله تراشه هم ممکنه دچار چالش و مشکل بشید که بهش میگن دیفیکالت اکستوبیشن. یه نکته ظریف یادآوری بکنم به عنوان این نکته که حالا اسلایدش رو نیاوردم ولی الان به ذهنم رسید که نکته خیلی مهمی هست، اینه که اگر قرار باشه لوله تراشه یک نفر رو خارج بکنیم اینم اصولی داره. یک، برای چه کسایی ما میتوانیم لوله داخل تراشهشون رو خارج بکنیم؟ یک، اول اینکه هوشیار باید باشه. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که قدرت عضلاتش کافی باشه، یعنی رفلکس گگ داشته باشه، بتونه دندوناشو رو هم فشار بده و لوله رو گاز بگیره. اصطلاحا میگیم فشار بده انقدر دندوناشو رو هم دیگه و بعد ما لمس کردن عضلاتی که برجسته شدن روی فک بیمار متوجه میشیم که قدرت عضلانی خوبه یا نه. پس هوشیار باشه، رفلکس گگ داشته باشه، بتونه لوله رو گاز بگیره، تا حدی حتی بعد بتونه حرف بزنه. چجوری ما حرف زدنشو چک بکنیم؟ خوب دقت بفرمایید، ما منظورمون از حرف زدن اینه که اگر ما در واقع لوله رو در بیاریم ادم نداشته باشه که دوباره مجرای تنفسی مسدود بشه، حالا به واسطه ای که این لوله تو بین در واقع مجرای تنفسی تراشه قرار گرفته الان بازه، تا لوله رو بکشیم فشار وارد بشه مجرای تنفسی مسدود بشه. بنابراین تست لیکیج رو انجام میدیم. یعنی چه تست لیکیج؟ یعنی میان اول داخل لوله تراشه رو کامل ساکشه میکنن، توی دهن مریض بالای اون بادکنکی که تو تراشه باد شده اونم کامل ساکشه میکنیم و بعد کاف لوله تراشه رو خالی میکنیم که هوا از کناره های این لوله تراشه هم بتونه عبور بکنه. حالا انگشت شستمون رو میذاریم دهنه لوله تراشه و دهانه لوله تراشه رو میبندیم، بعد ببینیم آیا بیمار میتونه نفس بکشه یا نه. از کناره های لوله اگه مریض بتونه نفس بکشه و هوا رو عبور بده، یعنی اگر لوله رو من بکشم بیرون خارجش بکنم ادمی وجود نداره که بخواد در واقع مشکل برای من درست بکنه. به همین خاطر به این تست میگیم تست لیکیج و این تست لیکیج رو قبل از خارج کردن لوله تراشه باید انجام بدیم و بعد لوله تراشه رو توی بازدم همراه با ساکشن خارج میکنیم، یعنی در
حالی که سر ساکشن ما داخل لوله تراشه هست و داریم ساکشن میکنیم، مریض داره بازدم انجام میده، توی بازدم مریض هوا رو لوله تراشه رو میکشیمش بیرون. سریع هم باید این کار رو انجام بدیم که بیمار مشکلی پیدا نکنه. خب هر تغییر ممکن بود که به علت لوله گذاری داخل تراشه عوارضی هم به وجود بیاد. مثلا لوله به جایی که داخل تراشه قرار بگیره توی مری قرار بگیره، یا اینکه بیش از حد رفته باشه داخل توی یکی از برونش‌ها، یا اینکه موقع لوله گذاری شما بد لارنگوسکوپی کرده باشید و دندون مریض رو شکسته باشید، آسیب به لب زده باشید، زبان یا مخاط لسریشن یا پارگی پیدا کرده باشه. خیلی وقتا ممکنه به دنبال بیش از حد باز کردن دهن مریض فک در واقع دیسلوکیت بشه، یعنی از جا در بره، اون مفصل تی ام جی از جاش در بره، یا اینکه ممکنه به هر تقدیر آسیب به اعصاب وارد بشه، یا حتی بعضی وقتا متاسفانه بدتر ممکنه به دنبال خم کردن بیش از حد گردن به سمت عقب، ستون فقرات گردن حتی آسیب ببینه. اینا عوارض لوله گذاری هست و همچنین آسپریشنی که کسی مانور سلایک رو انجام نده و این مشکل درست بشه. خب این عوارض اگه لوله بره داخل مری و توی تراشه قرار نگیره خیلی زیادتره. نگاه بکنید اگه ازوفاجیال اینتوبیشن انجام بشه، این ستون‌های بزرگ، ببین رگورجیتیشن چقدر زیادتره نسبت به حالتی که تو تراشه قرار بگیره. آسپیریشن چقدر زیادتره وقتی که لوله رفته باشه توی مری. برادیکاردی چقدر زیاده وقتی که لوله تو مری رفته باشه. دیسریتمی کاردیاگ ارست نسبت به اینکه لوله داخل تراشه رفته باشه، خب قاعدتاً عوارضش زیادتر هست. چقدر وقت داریم برای لوله گذاری؟ دقت بفرمایید، تو شرایط اورژانس و احیا از زمانی که لارنگوسکوپ رو گذاشتی تو دهن مریض و میخوای لوله رو عبور بدی میگن 10 ثانیه. اگر نه اورژانسی وجود نداره، مریض رو سدیت کردی، خوابوندیش، میخوای لوله بذاری، این تو این قبیل معمولا 30 ثانیه وقت داری از زمانی که لارنگوسکوپ رو توی زبون مریض میبرن و میارن بالا که ببینن تار صوتی رو و لوله رو عبور بدن، چیز حدود 30 ثانیه بیشتر زمان وجود نداره. اینم چست ایکس‌ری که لوله تراشه مریض میبینید در جای مناسب قرار گرفته، معمولا 3 سانتی متر بالای کارینا، نباید جلوتر بیاد چون میره داخل مری، در واقع ریه سمت راست. اینم باز همون موضوع رو نشون میده. پس یکی از عوارض دیگه‌ای که ممکنه موقع لوله گذاری اتفاق بیفته آریتمی های قلبی هست، افزایش فشار داخل جمجمه، برونکو اسپاسم، افزایش فشار داخل چشم. خب اینا رو که اشاره کردیم، بعد اینم تصویر رو قبلا گفته بودیم به شما که لوله تراشه با جابجا کردن سر به سمت جلو یا عقب ممکنه بره داخلتر یا بیرونتر، یعنی کسی که سرش رو عقب میبره اکستنت میکنه لوله بیرون میاد، و وقتی طرف سرش رو جلو میاره لوله داخلتر میره، یعنی گردن کوتاه‌تر میشه و لوله بیشتر فرو خواهد رفت. خب این عوارضیه که ادم ممکنه ادم هایی که اطراف این نگاه بکنید، این محل تراش است، این لوله است، این اطرافش انقدر ادم داره و بافت گرانولیشن تشکیل شده که اگر در واقع تست لیکیج رو بخوای انجام بدی اطرافش چون بسته است جواب منفی داره، یعنی لیکیج منفی داره، این مجرا باریک شده دورش ادم داره. حالا بعضی وقتا این ادم انقدر شدیده که لوله رو میکشی بیرون، اینم در واقع کلپس میشه، خابیده میشه رو هم. یا بافت گرانولیشن نگاه کنید، این دقیقا اطراف لوله تراشه بافتی تشکیل شده که بافت گرانولیشنه و این بافت گرانولیشن بعد از درآوردن لوله اجازه نفس کشیدن راحت به مریض نمیده. یا ممکنه که کیست های داکتال ایجاد شده باشه. ببینید همون مس اطراف لوله تراشه که مقطع تراشه لوله تراشه رو میبینید، اینجا ممکنه که کیست های داکتال یا بافت های گرانولیشن تشکیل بشه، مثل این کیست داکتال که میبینید فشار وارد کرده. این عوارض معمولا به دنبال لوله تراشه موندن لوله تراشه معمولا اتفاق میفته. خب این هم همون تراکوستومیه که به شکل در واقع نیدل تراکوستومی گفتیم که با در واقع دیلیتور انجام میشه، همون تو تصویر دارید میبینید از این روش استفاده میکنه، دیلیتور داره استفاده میکنه که این دیلیتور هست، حالا گاید رو وارد میکنه بعد روش دیلیتور. بعضی وقتا ممکنه که به جای اینکه تراکوستومی انجام بده در دسترس نباشه، فقط یک کاتتر رو عبور میده که فقط مریض خفه نشه. در شرایطی که انسداد راه هوایی وجود داشته باشه از این وسیله ها ممکنه استفاده بکنن، که حالا میگه آقا تهویه از اون سوراخ به اون کباری، اصطلاحا میگیم با جت
ونتیلیشن این کارو میکنه. این وسیله هایی هست به اسم جت ونتیلیشن که حجم هوای کم ولی با فشار زیاد و دفعات زیاد از این منفذ خیلی باریک تهویه رو انجام میده تا فرد چست باز ونتیلیشنه. که در مورد تراکوستومی از میدونید که اون قبلا تراکوستومی حالا معمولا توی حلقه پنجم ششم غضروفای تراشه از قسمت جلو باز میکنن، اسموس تیروئید رو کنار، حالا یا به شکل در واقع یا بکلی تراشه رو برش میزنید. این روش ها البته روش های تقریبا منسوخ شده یه. این روش هم روش های بیجورک هست که کمتر در حال حاضر استفاده میشه که فلپی بخوان باز بکنن و لوله تراکوستومی رو از اونجا معمول پرکوتانوس تراکوستومی رو استفاده میکنن. در مورد لوله گذاری بریم سراغ بحث تهویه مکانیک. اگر دوستان بزرگوار سوالی دارن، بنده برای همه دوستان بزرگوار خوب نیست، صدا خوب الان یا این که نه مشکل داره تو نه خیلی ضعیف اگر خوب نیستش اشاره بفرمایید که ما به که چیکار میتونیم نداره. اگر صدا برای همه دوستان بزرگتون میگیم نت من خیلی الان اوضاعش خراب، الان دارم نگاه میکنم وضعیتش خوب نیست، چون پس اگه این شکلی هست ما بحث تهویه مکانیکی رو برای یه زمان دیگه اجازه بفرمایید بذاریم. آها الان صدای بنده رو واضح دارین؟ اگر صدا خوبه که من ادامه بدم، اگر نه که من خیلی شرمنده شدم. الان من همون این نت رو دارم الان نگاه میکنم، اوضاع نت هم الان خوب شد. حالا یا ای که پسرم احتمالاً تو اینترنت داره یه کارای انجام میده که احتمالاً یه چند لحظه کوتاه منو اجازه بفرمایید من یه چک بکنم ببینم اگر کسی دیگه داره خونه از اینترنت استفاده میکنه یه دعواش بکنم استفاده نکنه. بعد انشالله حتی بکنید یه 5 دقیقه. ای الان ساعت 4:01 هست، من 4:06 انشالله دوباره میام خدمت شما، من یه چک بکنم اینترنت رو ببینم اگر وضعیت اینترنت که صحبت بکنیم. قبل از اینکه در مورد تهویه مکانیکی صحبت بکنیم یه مقدار در مورد دینامیک حرکت هوا موقع تنفس باید صحبت بکنیم. خب دینامیک حرکت هوا، بله دینامیک حرکت هوا رو یه توضیح بدیم بعد انشالله بریم سراغ خود تهویه مکانیک. ببینیم ما برای اینکه هوا رو وارد بکنیم، فرض بکنیم یه مجد یک این در واقع بادکنک رو به عنوان کیسه های آلوولی در نظر بگیریم و این فاصله‌ای که حالا مشخصا اینجا ملاحظه می‌فرمایید به عنوان مجرای تنفس، میگه برای اینکه هوا حالا به وسیله دستگاه تهویه مکانیک یا هر وسیله دیگه ما بخوایم پوش بکنیم، وارد آلوول ها و کیسه های آلوولی بکنیم، قاعدتا باید بر دو تا نیرو باید غلبه بکنیم. یک نیروی مقاومتی که تو مجاری تنفسی وجود دارد و یک نیروی خاصیت کشسانی که اصطلاحاً مربوط به باد کردن کیسه های آلوولی است. پس من دو تا نیرو باید غلبه بکنم، یعنی اون فشاری که دستگاه تهویه مکانیکی میخواد اعمال بکنه برای اینکه هوا رو فوت کنه بفرسته تو مجرای تنفسی، بر دو تا مقاومت و دو تا نیرو باید غلبه بکنه. یکی مقاومت یا نیرویی که مربوط به مجاری تنفسی هست و یکی هم مربوط به باد شدن کیسه های آلوولی است. خب ما قبل از اینکه بریم در مورد
این مفاهیم بیشتر صحبت بکنیم، باید بگیم که از همین موضوع استفاده کردن بعضیا و اومدن بیماری هایی که تو سیستم تنفسی وجود دارد به دو دسته تقسیم کردن. گفتن آقا مشکلاتی هم که تو سیستم تنفسی وجود داره، یه سریش مربوط به مجاری تنفسیه که مشکل داره، مثل کسایی که آسم دارن، کسایی که به هر تقدیر مثلا برونشیت مزمن داره، مجرای تنفسیش تنگ، ترشح توش زیاده یا اسپاسمی پیدا کرده، بیماری های اصطلاحا انسدادی تنفسی. و یه سری بیماری ها بیماری هایی که مربوط به باد شدن آلبول ها هستن، ربطی به مجرای تنفسی به اون صورت ندارن، که بهش میگیم بیماری های رستریکتیو. پس به طور کلی ما میتونیم بگیم اختلالات سیستم تنفسی به دو دسته تقسیم میشه. میگه آقا این چه ربطی به دستگاه تهویه مکانیکی داره؟ میگم میخوام به شما بگم که ما تنظیم دستگاه تهویه مکانیکی رو برای کسایی که بیماری های انسدادی دارن یه جور تنظیم میکنیم، برای کسایی که مشکل تو باد شدن آلوول هاشون هست و انگار دیواره آلوول ها سفته، خوب باد نمیشه، مشکل تو آلوول ها هست، یه جور دیگه تنظیم میکنیم. پس این نکته رو حتما حواسمون باشه. بیماری های تنفسی به طور کلی یا مشکل تو مجاری تنفسی، مثلا برونشیت، آسم، برونشکتازی، سیستیک فایبروزیس و هر انسدادی وجود داره تو مجرای تنفس، یه زمانی نه بیماری رسترکتیوه، دیواره آلوول سفت شده، چاق طرف، نمیدونم بیماری آب جمع شده تو آلوول، فیبروز شده اطراف آلوول، آلوول خوب باد نمیشه، دیوارش سفت شده، اینا بیماری های رسترکتیوه. نگاه بکنید بیماری های انسدادی، یعنی مجرایی که قبلا باز بوده الان تنگتر شد. خب حالا برای این بیماران چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه؟ میگه آقا اون مجرایی که تنگ شده هوا به سختی وارد ریا میشه، بنابراین تو منیجمنت این بیماران اگر ما تشخیص بدیم مریضی مبتلا به آسمه و میخوایم لوله تراشه بذاریم، ترجیح میدیم یکم لوله بزرگتر براش بذاریم که هوا راحت تر وارد بشه و تلاش میکنیم که اون حجم هوایی که میفرستیم مقدارش کم باشه ولی سرعتش بالا باشه. یعنی ما برای اینکه بتونیم غلبه بکنیم بر این تنگی، حجم هوای انتخاب شدهمون رو کمتر میکنیم، سرعت حرکتش رو که بهش میگیم جریان هوا بالاتر میبریم. و یه نکته دیگه که باید حتما حواسمون باشه، وقتی هوا از اون مجرای تنگ عبور کرد رفت تو ریه ها، چون اشکال توی تهویه وجود داره، بنابراین ما سعی میکنیم زمان بازدم رو طولانی تر بکنیم. یعنی اگه مریضی رو مبتلا به آسم یا بیماری های انسدادی تو مجرای تنفسی هست، ما سعی میکنیم تعداد تنفسمون رو، خوب دقت بکنیم، تعداد تنفسمون رو کم انتخاب بکنیم، زمان بازدممون رو طولانی تر میذاریم. مثل کسی که سی او پی دی داشت، حتما دیدیم با هم دیگه، گفتیم این نسبت دم به بازدم در مریض سی او پی دی میشه 1:3، 1:4، نرمالش اینه که 1:2 باشه، تو اینا تغییر میکنه، میگه 1:3، 1:4. پس من زمان بیشتری برای بازدم بهش بدم. اگر زمان بیشتری برای بازدم ندم گرفتار میشن، این بیچاره ها هوا رو وارد ریه هاشون میکنن، هنوز هوا رو به شکل کامل تخلیه نکرده، دستگاه تهویه مکانیکی دم بعدی رو میفرسته. این یه مقدار هوا انگار گیر میفته تو ریه های اینا، بهش میگن ترپ هوا، که حالا شاخص هایی داریم تو دستگاه تهویه مکانیکی در موردشون صحبت میکنیم که متوجه میشیم که چقدر هوا به دام افتاده تو ریه ها، اندازه حتی میشه. برخلاف بیماری های انسدادی، بیماری های رستریکتیو انگار که یه چیزی اطراف آلوول ها قرار گرفته، نمیذاری آلوول باد بشه. حالا ممکنه تو دیواره قفسه سینه باشه، ممکنه تو آلوول ها باشه، ممکنه مثلا فیبروز ریه باشه، هر چیزی که مد نظر هست، اجازه نده آلوول شما راحت باد بشه. دور آلوول گرفته اجازه، مجرای تنفسی مشکلی نداره، دیواره آلوول سفت شده. تو این قبیل موارد ما چیزی که مواجه هستیم، بازم باید حجم جاری کم انتخاب بکنیم، چون پذیرش ریه کم شده، بنابراین حجم جاری، اون حجم هوایی که میخواییم تو ریه بفرستیم اگه زیاد انتخاب بکنیم، آلوول ممکنه بترکه، بنابراین تو این ریه ها ما نگران باروتروما هستیم، ما میترسیم که فشار تو آلوول زیاد بشه بترکه، بنابراین ما سعی میکنیم همیشه فشار رو تحت کنترل و پایش خودمون در بیاریم. پس تو بیماری هایی که محدود کننده ریه هستن، ما معمولا میریم سراغ حالت های فشاری تهویه مکانیکی، یعنی فشار رو تحت کنترلمون در میاریم. جلوتر در مورد صحبت میکنیم، هیچ نگران نباشید، در موردش بحث خواهیم کرد.
و چون معمولا همونطور که مستحضر هستید ممکنه همه ریه ها مشکل نداشته باشن و ریه ها معمولا یک نواخت نیستن، مثلا تو این تصویر ببینید اینجاهای ریه سالمه یا ممکنه یک قسمت از ریه ها محدود شده باشه و بات شدنش اشکال پیدا کرده باشه، این قسمت های دیگه ممکنه سالم باشن. بنابراین ریه ها ممکنه تو این شرایط هموژن نیستن که همزمان با هم راحت همشون باد بشن، راحت هم هوا از توشون خالی بشه. چون راحت باد و باد شدن و بسته شدن ریه ها راحت انجام نمیشه، یه عده ممکنه یک عده از آلول ها سخت باد بشن، یه عده از آلول ها راحت باد بشن، بنابراین برای اینکه فرصت بدیم آلول هایی که سخت در باد میشن هوا توشون جریان پیدا بکنه، زود دم رو تموم نمیکنیم. اصطلاحا میگیم دم رو وارد میکنیم، هوا رو وارد میکنیم، یه وقفه دمی میذاریم و بعد باز دم انجام میشه. یعنی معمولا تو این قبیل موارد اگر خواستیم دستگاه رو تنظیم بکنیم میگیم وقفه دمی میذاری برای بیمار، یعنی این شکلی انجام میشه، یه وقفه بازدم، یعنی دم که انجام شد یه مقدار هوا رو میذاریم باشه، وقفه دمی و بعد بازدم. پس ما در بیماری های محدود کننده هم سعی میکنیم یه راهبرد های متفاوتی مثل گذاشتن وقفه دمی، حجم جاری کم و کنترل فشارها رو حتما مد نظر قرار بدیم. نگاه بکن این الان ریه بیماریه که مثلا فرض کنیم مبتلا به ARDS هست، حالا میتونه کووید هم باشه مثل ARDS هست، یه سری آلوول ها تحت فشارن، یه سری آلوول ها این شکلی، یه سری آلوول نرمالن ثابتن. خب اگه هوا رو حجم زیاد 500 سیسی هوا من بخوام تو این ریه بفرستم چه اتفاقی میفته؟ این ریه بیچاره‌ای که راحت باد میشه 500 سیسی هوا میاد توی این ریه و آسیب میبینه، اینو میترکه اصلا. اینا هم که نمیتونن بپذیرن چون خیلی تحت فشارن. بنابراین حجم کم باید انتخاب بکنم. درست شد؟ نکته دیگه این که ریه ها که هموژن نیستن من وقفه دمی باید بذارم. یعنی هوا رو فرستاد تو این آلوول سالم، یه وقفه میذارم. یعنی هوا رو فرستاد مثلا 300 سیسی هوا رو فرستاد توی این ریه ها، وقفه میذارم که هوا فرصت پیدا کنه آروم آروم از این آلوولی که خوب باد شده توزیع بشه توی این آلوول های دیگه، یه وقفه دمی گذاشتم. پس این مربوط به بیماری هایی بود که گفتیم بهش میگیم رستریکتیو دیزیز ها. خب یه سری نیروها هم تو در مورد دینامیک حرکت هوا صحبت میکنیم، در مورد جابجا شدن هوا تو ریه ها و بیرون اومدنشون. یه سری نیروها تو نفس کشیدن ما دخالت دارن، یعنی تو پر شدن آلبول ها و خالی شدنش نقش داره. نیروی اصلی که بهش میگیم نیروی پیشران دمی کمک میکنه با دم انجام بدیم، هوا رو بفرستیم، فشار بدیم، بکشیم تو آلبول هامون. نیرو چه؟ میگه عضلات تنفسی، عضلات دمی. پس مهمترین نیرویی که باعث میشه کمک بکنیم در حالت تنفس نرمال داریم میگیم هوا کشیده میشه تو ریه ها چیه؟ نیروی عضلات دمی. عضلات منقبض میشه، قفسه سینه اکسپاند میشه، فشار منفی فضای پلورا زیاد میشه، فشار بیرون مثبت، فشار تو آلبول منفی، هوا کشیده میشه تو آلبول. پس عامل اصلی انجام دم نیروهای عضلات تنفس. چه عاملهای مخالفش دارن عمل میکنن؟ یعنی تمایل دارن آلبول رو کلاپسش بکنن، بخوابونن آلبول رو. میگیم خاصیت الاستیکی یا کشسانی ریه و دیواره قفسه سینه، مقاومت در برابر حرکت هوا و مقاومت بافتی. میگه نفهمیدیم یعنی چی. میگم نگاه کنید یه سری نیروها هوا رو داره میکشه تو آلبول و باد میخواد بکنه آلبول چون عضلات تنفسی دارن. یه سری هوا میخواد در واقع هوا رو از تو آلبول ها بندازه بیرون، بکشه خارج کنه، کلاپس میخواد بکنه آلبول رو. میگه این نیروها چی هن؟ میگه این نیروها یکی خاصیت کشسانی، مثل بادکنکی که دیوارش حالت کشسانی داره که وقتی ول میکنی بادکنک هوا خارج میشه، خاصیت کشسانی. یک سوم نیروهایی که تمایل دارن آلبول ها کلاپس بکنن خاصیت کشسانی، اما دو سومش مربوط به کشش سطحیه. از این یک سوم خاصیت کشسانی مثل بادکنک تصور نمیشه کرد که خیلی کشسانیش زیاده و هوا رو با فشار میده بیرون. نیروی قوی تری که توی آلوول ها میخواد آلوول رو کلاپس بکنه و بخوابونه آلوول رو اصطلاحاً و هوای تو رو بفرسته بیرون خاصیت کشسانیه. خاصیت کشسانی چیه؟ سورفیس تنشن یا کشش سطحی اصطلاحاً. کشش سطحی چیه؟
کشش سطحی دقت بفرمایید، اگه ما یک محفظه دایره‌ای شکل داشته باشیم، مولکول‌های آب و خیس باشه داخل محفظه دایره‌ای مثل آلوئول خودم، نیروی پیوستگی مولکول‌های آب بین در واقع آبی که در داخل این آلوئول قرار گرفته اینقدر زیاده که تمایل داره اینا رو به هم نزدیک بکنه، بکشه به سمت وسط و هوا رو از تو آلوئول خارج بکنه. یعنی خاصیت کشسانی یا اصطلاحاً کشش سطحی که بین مولکول‌های آب وجود داره، خاصیت کشسانی البته نباید بگیم، بگیم خاصیت پیوستگی مولکول‌های آب در یک فضای دایره شکل مثل آلوئول اینقدر زیاده که تمایل داره هوای تو آلوئول رو خالی کنه، کلاپس بکنه اصطلاحا. میگی کشش سطحی چیه؟ گفتیم سرفیس تنشن یا کشش سطحی نیروی پیوستگی مولکولای آبه که خیلی از حیوانات و خیلی از در واقع این اتفاقات رو دیدید، خیلی از حیوانات پشه‌ها یا بعضی از موجود رو آب راه میره، یعنی این نیروی پیوستگی مولکولای آب انقدر زیاده که از این خاصیتش استفاده میکنه روی آب راه میره. یا اینجا اگه ملاحظه بفرمایید ببینید، یا اینجایی که یه گیره رو گذاشته روی آب وایستاده، این نیروی پیوستگی مولکولای آب نشون میده خیلی زیاده. پس نیروی پیوستگی مولکولای آب اجازه نمیدهد که در واقع هوا تو آلوئول بمونه، تمایل داره هوا رو بفرسته بیرون، کلاپس بکنه، و هرچی کوچیکتر باشه آلوئول این خاصیت زیادتر و قوی تره. یعنی اگر ما تو ریه هامون بیایم دو تا آلوئول، یکی بزرگ یکی کوچیک، رو به هم وصل کنیم و داخل اینا هم در واقع کشش سطحی وجود داشته باشه، اینا رو به هم دیگه وصل کنیم، ما انتظار داریم هوا از تو اون آلوئول کوچیکه بیاد توی آلوئول بزرگه، به این آلوئول کوچیکی کلاپس بشه اصطلاحاً. اما عملاً این اتفاق نمیافته، چون حالا طبق فرمول که کاری نداریم، به این فرمول لاپلاس کاریش نداریم که میگه دو تا ضرب در کشش سطحی تقسیم بر شعاع، هر چی شعاع دایره کوچیک‌تر باشه کشش سطحی نیروی کشش سطحی زیادتر میشه و هر چی بزرگتر میشه کشش سطحی کمتر میشه، یعنی نیروی کلاپس کنندگی کمتر میشه. نگاه کنید، یعنی توی دو تا آلوئولی که به هم وصل کردیم اگه یکی شعاعش یک باشه یکی شعاعش دو باشه، نیروی کشش سطحی که میخواد آلوئول رو کلاپس بکنه تو آلوئول کوچیکه 100، تو آلوئول بزرگه 50. طبق قانون لاپلاس میشه دو تا کشش سطحی تقسیم بر شعاع دایره. حالا کشش سطحی رو فرض بکنیم ثابت باشه تو هر دو تاش، یعنی هوا از این آلوئول کوچیکه تخلیه میشه تو آلوئول بزرگ. اما در عمل چرا تو ریه های ما همچین اتفاقی نمیفته؟ یعنی آلوئول کوچولوها هواشون رو نمیفرستن تو آلوئول بزرگ و کلاپس بشن، چرا این اتفاق نمیفته؟ معمولا میگیم به خاطر سورفکتانت، یادتون هست سورفکتانت کشش سطحی رو کم میکنه. خب میگه آقا اینم سورفکتانت داره اینم سورفکتانت داره هر دو تاش، بازم باید این اتفاق بیفته، ولی عملا اینجوری نمیشه. میگم آلوئول کوچیکه سورفکتانت چون در واقع غلیظ‌تر هست و نیروی کشش سطحی درش کمتر میشه، یعنی نیروی کشش سطحی بیشتر کم میشه توی آلوئول کوچیکه چون سورفکتانت ما غلیظ‌تر هست نسبت به اینی که سطح بزرگتری داره و کشش سطحیش یا اون تنشن سورفیس تنشنش یا تی در واقع کمتر میشه. خب از اینم یه نکته مهم که حالا باز بعدن کار داریم باهاش، اینو بعدن در مورد صحبت خواهیم کرد، به خصوص در مریض مبتلا به کرونا یا بیماری ARDS در موردش باز بیشتر صحبت خواهیم. خب بریم سراغ حرکت هوا. ببینید ما در حالت معمولی، خوب دقت بفرمایید، یک کسی که تنفس خود به خودی داره تغییرات چجوری اتفاق میفته؟ گفتیم اول قفسه سینه‌اش اکسپند میشه، فشار داخل آلوئول منفی میشه، هوا جریان پیدا میکنه از بیرون به داخل آلوئول، یعنی توالی اتفاقاتی که آلوئول رو پر میکنه اولش ولیوم چنجه. میگه ولیوم چنج کجا؟ میگم قفسه سینه. اول طرف مرکز تنفسش پیغام میفرسته به شکل ریتمیک، عضلات تنفسی منقبض میشه، قفسه سینه اکسپند میشه، باد میشه، فشار منفی تو فضای پلورا ایجاد میشه، این فشار منفی به آلوئول منتقل میشه، اختلاف فشار داخل آلوئول منفی بیرون مثبت، باعث به جریان افتادن هوا، هوا کشیده میشه تو ریه. اما در تهویه مکانیکی که من از بیرون دارم هوا رو پوش میکنم تو مجرای تنفسی، تهویه مکانیکی استفاده داریم میکنیم چیکار میکنه؟ یه دستگاهی هست که هوا رو با فشار میخواد بفرسته تو مجرای تنفسی، معمولا
حالا چون انواع مختلف دستگاه تهویه میکنید، چیزی که مرسوم هست پوزیتیو پرشره. میگه اول اختلاف فشار ایجاد میشه، هوای بیرون فشار زیاد میکنه دستگاه تهویه میکنه که نسبت به داخل آلول، جریان هوا اتفاق میفته، هوا به جریان میفته و این جریان افتادن هوا منجر به پر شدن آلول و اضافه شدن حجم تو آلول میشه. پس به مکانیسم تهویه مکانیکی با مکانیسم اسپونتانوس بریسینگ ما یکم متفاوت و همینم باعث عوارض تهویه مکانیکی میشه. خب ما اگر بخوایم نمودار تغییرات فشار رو در واحد زمان برای تنفس خود به خودی و برای تنفس تهویه مکانیکی ترسیم کنیم، برای تنفس خود به خودی چون فشار منفی ایجاد میشه دم رو باید زیر خط بکشیم چون فشار منفیه، در بعد با گذشت زمان که ما دم انجام میدیم این شکلی میشه و بعد بازدم فشار مثبت، ولی تو تهویه مکانیکی همه خط من تغییرات فشار من در مورد نمودار فشار بالای صفر هست. اینجا اگه صفر در نظر بگیری فشار مثبت دم از اینجا به بعد شده بازدم، فشار هوا وارد ریه ها شد حالا تخلیه میشه خارج میشه هوا میاد بیرون دوباره به صفر میرسه، نه اگه بخواد به صفر برسه. پس بین تنفس خود به خودی و تنفس اسپونتانئوس ما، تهویه مکانیکی ما تفاوت وجود داره. تنفس های خود به خودی تغییرات نمودار فشارش این شکلی، تنفس های تهویه مکانیکی تغییرات نمودار فشار به این صورت. خب اصلا این فشار چیه؟ فشار گاز ها یعنی مقدار نیرویی که مولکول های گاز به دیواره های اون ظرف یا محفظه‌ای که درش قرار گرفتن دارن وارد میکنن. یعنی اگه یه بادکنک رو در نظر بگیری توش هوا وارد بکنی، این مولکول های هوا یه فشاری رو دارن وارد میکنن به این دیوارها که بهش میشه بهش میگیم اصطلاحاً پرشر یا فشار، که حالا فرمولش میشه نیرو تقسیم بر واحد سطح. به این کاری ندارم چون این برای فیزیک دینامیک حرکت هوا تغییرات کوچولویی با این داره که باز در موردش صحبت میکنم. بریم پر و خالی شدن یک بادکنک رو که به عنوان نماینده آلوول ها باشه و این قسمت زرد رنگی که من کشیدم رو به عنوان نماینده مجرای تنفسی باشه تغییراتش رو ببینیم چجوری. یعنی اگه قرار باشه من یک فوت بکنم توی آلوول ها یا یک دستگاه تهویه مکانیکی بخواد هوا رو بفرسته تو ریه ها، پر بکنه ریه ها رو و بعد خالی بکنه، ببینیم چه اتفاقی میافته. مثلا تصور بکنید 500 سیسی هوا رو قراره با فشار دستگاه تهویه مکانیکی پر کند و بعد تخلیهش کنه. نگاه کنیم با هم دیگه، نمودار عمودی من فشار، نمودار افقی من واحد زمان. از اینجا شروع شده این آلووله، فرض بکنید آلوول های بادکنک خالیه، شروع میکنه از اینجا خط پایه است. به این کاری نداشته باشید فکر، این خط پایه قرمز، خط پایه من شروع فشار زیاد میشه، فشار زیاد تو کسری از ثانیه خیلی سریع فشار وارد میشه. اولین افزایش فشاری که داریم میبینیم نیروی هست که باید غلبه بکنه بر مقاومت این مجرای تنفسی. این قسمت رو زرد کشیدم، این افزایش فشار اینجا رو هم زرد کشیدم. خب پس اول نیرو غلبه میکنه بر مقاومت راه هوایی، از اینجا میاد تا اینجا، بعد آروم آروم هوا وارد آلوول میشه، آروم آروم فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه که در واقع کیسه های آلوولی یا بادکنک رو باد میکنه تا اینکه بادکنک کامل باد میشه. خب میرسه به حد اکثر فشار. حالا دهنه بادکنک رو ما نگه میدونیم، مثل اینجایی که دهنه رو نگه داشتیم، یه افت فشار اتفاق میفته، بادکنک همینجوری باد هست باد هست باد هست تا اینکه شما دستتون از این بادکنک برمیدارید از اینجا خالی میشه. از اینجا تا اینجا شد دم، بازدم، درست شد؟ دقت بفرمایید این تغییرات فشاری که داره اتفاق میفته دقیقا همون تغییرات فشاری هست که برای باد کردن ریه های یه مریض دستگاه تهویه مکانیکی ایجاد میکنه و نمودار شما میبینید. اجزای مختلفی پس این تغییرات فشار داره، یه قسمت ابتدایی داره از اینجا تا این قسمتی که شیبدار میشه، این قسمت که این مربوط به چی بود؟ مربوط مقاومت راه هوایی بود. پس من این اندازه بگیرم میتونم بگم مقاومت راه هوایی مریض چقدر. خب میگه آقا اندازه گرفتن این قسمت
کار سخت و دشواریه. چرا؟ چون اینجایی که این منحنی شیبش تغییر کرده، پیدا کردن این نقطه کار سخت. خب میگم هیچ اشکالی نداره، این مقدار مساویست با این مقدار، یعنی از اینجا تا اینجا مثل این متوازی الاضلاع در نظر بگیریم، این قلهه که افت فشار اتفاق میفته با این برابره. حالا با توضیح خواهیم داد. میگه خب ما از اینجا فهمیدیم این بادکنکه رو آروم آروم باد میکنیم تا اینکه باد شد. میگه چرا وقتی دهنه این بادکنکه رو نگه میداری یه افت فشار اتفاق افتاد، حداکثر فشار کم شد؟ میگم تصور بکنید شما، ما یک دونه آلوول که نداریم تو ریه‌هامون، 300 میلیون آلووله، هوا با فشار وارد شده، 500 سیسی هوا رو فرستاده، یه دفعه دهنه اینو نگه میداری. بعضی از آلوول هنوز فرصت پیدا نکردن باد بشن، بعضی کامل باد شدن. دهنه اینو که نگه داری، فشار از او آلوول های بیش از حد باد شده منتقل میشه تو آلوول کوچولوها. بنابراین یه افت فشار. اینجوری مثال بزنیم. تصور بکنید یه ظرف قند و یه قندون داری و یه ظرف قند بزرگ. این ظرف قند بزرگ تو وقتی یه دفعه سرریز میکنی تو این قندونه، دانه های قند سری میریزه، پر میشه قندون، دانه ها میریزه بیرون. دانه های قند، حبه های قند. بعد شما ظرف قند رو یه تکون کوچیک که میدید، اتفاقی که میفته اینه که منجر به این میشه که افت، یعنی جا باز میکنه، افت فشار اتفاق میفته، اصطلاحا جا باز میکنه. و همین موضوع یعنی این که فشار میاد پایین. ببین از اینجا یه دفعه فشار اومد پایین. پس ما یک افت فشاری که اینجا داریم مشاهده میکنیم که وقتی دهنه اینو نگه می‌داریم، این افت فشاری که موقع پر کردن کامل این دهنه، این وقفه دمی اصطلاح، وقفه دمی ایجاد بکنیم اینجا، این و این افت فشار معادل همون فشاری هست که ما برای غلبه بر مقاومت راه هوایی ایجاد کردیم. به این فشاری که وقتی دهنه این بادکنک آلوول رو باد کردی، دهنه‌شو نگه داری، تو این بادکنک چقدر فشار وجود داره؟ اون فشار همون فشار پلاتیوئه از اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا. زمانش مد نظر من نیست، این محور افقی من زمانه. این مقدار بالا اومدن فشار هست، یعنی فشاری که توی این آلوول موقع نگه داشتن دهنه بادکنک یا آلوول ایجاد میشه از اینجاست تا اینجا، این فشار، یعنی این فاصله. حالا هر جوش میخواید نظر در نظر بگید، نگاه کنید، وقفه دمی از اینجا تا اینجا زمانه، یعنی مقدار زمان وقفه دمی منه، مقدار فشار تو آلوول من که بهش میگن فشار پلاتیو، فشار وقفه‌ای، پلاتیو یعنی کفه اصطلاح، فشار کفه من بخوام بگم چقدر از اینجا تا اینجا، چه مدت زمان تو وقفه نگه داشته مریضو از اینجا تا اینجا. مثلا اینجوری بگیم که هر کدوم از این 1/10 ثانیه، 2/10 ثانیه، 3/10 ثانیه، 4/10 ثانیه مثلا تصور بکنیم تو وقفه دمی نگه داشته، فشار تو چه فشاری؟ میگم از اینجا تا اینجا، این دوتا مثلا هر کدومش فرض بکنید، مثلا فرض بکنیم 5 سانتی متر، این 5 سانتی متر، اینم 5 سانتی متر، 10 سانتی متر آب فشار وقفه دمی منه، فشار داخل آلوئول من تو وقفه دمی. مدت زمان وقفه دمی من چقدره؟ 1/10، 2/10، 3/10، مثلا 4/10 ثانیه هست. پس من با دوتا چیز مواجه هستم، یکی با دوتا مفهوم مواجه هستم، یکی مقاومت راه هوایی که از اینجا تا اینجا میتونم بگم اسمشو گذاشته رزیستنس، و یکی فشار دیواره آلووله که از اینجا تا اینجاست، فشار داخل آلوول بگیم از اینجا تا اینجاست. یه حد اکثر فشارم دارم که بهش میگم وقتی داری با نهایت قدرت داری فوت میکنی، باد کنه که باد شده، ما حد اکثر فشاری که ایجاد میشه بهش میگن PIP. یعنی چی PIP؟ PIP Peak of Inspiration Pressure. Peak یعنی حد اکثر، Inspiration یعنی دم، Pressure هم یعنی فشار، فشار حد اکثر دمی. یعنی دستگاه تهویه مکانیکی وقتی هوا رو پوش میکنه توی ریه ها، به یه حد اکثر فشاری میرسه، معمولا 500 سیسی هوا رو قرار بفرسته توی ریه. اون حد اکثر فشاری که موقع دادن این 500 سیسی هوا توی این آلوول ایجاد میشه بهش میگن PIP. مقدار فشار داخل آلوول اگه بخوایم اندازه بگیریم، وقتی جریان هوا متوقف شد، دهنه آلوول رو نگه داشتی، فشار تو آلوول معادل فشار پلاتیو پرشر شماست. زمان پلاتیو پرشر نه،
فشار پلاتیو پرشر. از اینجا تو چون محور عمودی من فشار، محور افقی من زمان هست. درست شد؟ پس از اینجا شد تا اینجا دم، از اینجا شد بازدم، یعنی از اینجا هوا میاد بیرون، بازدم انجام میشه. خب پس دستگاه تهویه مکانیکی هم اگر قرار باشه ریه های ما رو پر بکنه، این 300 میلیون آلوول تو ریه ها رو بخواد پر بکنه، بر دو تا نیرو باید غلبه بکنه. یه نیرو، نیرویی هست که مقاومت این مجرای تنفسی هست، درخت تنفسی که باید غلبه بکنه، که بهش میگیم ترانس ایور پرشر. خب باید غلبه بکنه، مقاومت راه هوایی، رزیستنس هست اصطلاح، مقاومت راه هوایی، فرمولش فعلا کاری نداره، مقاومت راه هوایی. و یه نیروی دیگه که باید بهش غلبه بکنه، نیروهایی هست که اصطلاحاً آلوولو میخواستن کلاپس بکنن، که همون خاصیت الاستیک و کشش سطحی بود. دیواره آلوول چقدر پذیرا هست، اونو بهش میگیم کمپلیانس ریه ها. کمپلیانس ریه ها، کمپلیانس یعنی چی؟ الان توضیح میدم. کمپلیانس، کمپلیانس اگه ساده ترین مفهومی که بخواییم بهش بگیم، پذیرش، چقدر میپذیرد هوا. کمپلیانس در فیبروز ریه که دیواره آلوولا سفت میشه، تو پنومونی که تو آلوول چرک جمع میشه، تو پنوموتراکس که فشار در واقع پلورا مثبت میشه، و در ادم ریه کمپلیانس کم میشه. یعنی چی کمپلیانس کم میشه؟ یعنی وقتی من دو تا بادکنک داشته باشم، فرض که جشن تولد، یه بادکنکی که دیوارش سفته فوت میکنی توش، قاعدتا اون بادکنک جشن تولده پذیرش هواش زیاد داره، هوا راحت‌تر توش وارد میشه. درست شد؟ یعنی کمپلیانسش میگیم بهتر. اون بادکنک موتوریه که قبلا هم مثال زدم، هوا کمتر توش باد میشه. خب پس کمپلیانس یعنی تغییرات حجم به تغییرات فشار. میگه یعنی چی؟ یعنی اگر شما 1 سانتی متر آب فشار ایجاد بکنی، چقدر هوا تو آلوول وارد میشه؟ میگه بازم نفهمید. ساده تر، یعنی اگر یه فوت بکنی، یه فوت یعنی یه فشار مشخص، تغییرات فشاری که شما ایجاد کردی، چقدر هوا رو میتونی توی آلوول کنک وارد کنی؟ پس میشه تغییرات حجم به تغییرات فشار. اختلاف فشار، حالا بخوایم بر اساس اختلاف فشار بخوایم حساب بکنیم، این شکلی فرمولش میشه. یا اگه بخوای بر اساس کمپلیانس بگیم، میگیم تغییرات حجم به تغییرات فشار. نگاه کنیم با هم دیگه، میگیم حجم جاری که شما وارد کردی، گفتی 500 سیسی هوا من وارد ریه ها میکنم، تقسیم بر فشار پلاتیو پرشر منهای فشار پایه. اون فشار پایه، حالا اسمشو پیپ گذاشتیم، بعدن جلوتر معرفیش میکنیم که پیپ چی هست. پس فشار پلاتیو منهای پیپ تو مخرج کسر میذاریم، حجم جاری که شما در واقع وارد آلوول کردید تو صورت تغییرات حجم، میگه 500 سیسی هوا فرستادم، تقسیم بر اختلاف فشار، میشه کمپلیانس. در حالت نرمال کمپلیانس استاتیک یا کمپلیانس ثابت، وقتی استاتیک میگیم یعنی دهنه آلوول با دست نگه داشتی، حالا فشارها رو اندازه‌گیری میکنی، همون پلاتیو پرشره. در مردها چیزی حدود 40 تا 50 سی سی به ازای هر سانتی متر آب، در خانم ها 35 تا 45. دقت بفرمایید، معمولا فشار مقدار کمپلیانس استاتیک دیگه معمولا از 100 نباید زیادتر بشه، معمولا از 80 دیگه نباید زیاد، از 60 هم دیگه معمولا ما انتظار داریم کم نشه تو مریضی که لوله تراشه داره. ساده ترین چیزی که میخوایم بگیم، میگه عدد رو بخوای راحت تر از برش بکنی، بگو 60 تا 80. ذهنت 60 تا 80 باشه. دیگه ما میگه از 100 بالاتر نره، از 35 45 هم نباید کمتر باشه. وسطشو در نظر بگیم، تقریبا 60 تا. علت خاصی داره که من میگم 60 تا 80 سی سی به ازای هر سانتی متر آب، به خاطر اینکه با نیروی مقاومتی که وجود داره بتونید در واقع مطابقتش بدید. نگاه کنید، یعنی اگر فشار راه هوایی رفت بالا، حد اکثر فشار راه هوایی، یه افت فشار، یه پلاتیو پرشر و یه بازدم، کمپلیانس استاتیک من میشه اون حجم هوایی که شما وارد کردی، میشه تایدال ولیوم، تقسیم بر فاصله پلاتیو تا اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا، فشار داخل آلوول اصطلاحا، از اینجا تا اینجا، یعنی این پلاتیو پرشرت تا پیپ، این میشه مقدار. این تو مخرج کسر میذاره، اونم تو صورت کسر میشه کمپلیانس استاتیک. گفتیم نرمالش در کسی که لوله تراشه داره، شما تو ذهنتون 60 تا 80
در نظر. بریم سراغ میگه آقا کمپلیانس دینامیک چی شد؟ میگم کمپلیانس دینامیک همون رزیستنس. اگر کسی گفت کمپلیانس دینامیک چی جوری به دست میاد، شما میتونید معادل تقریبا رزیستنس در نظر. ما معمولا مرسوم نیست تو بالین کسی بیاد کمپلیانس دینامیک رو اندازه‌گیری کنه. کمپلیانس دینامیک همون مقاومت راه هوایی. مقاومت راه هوایی یعنی موقعی که شما داری با فشار هوا رو تو مجرای تنفسی میفرسی چقدر مقاومت ایجاد میشه، چقدر هرچ تنگتر باشه برخورد مولکول‌های هوا به دیوارها زیادتر میشه، یعنی فشار ناشی فشار هوای ناشی از مقاومت زیادتر میشه. پس ما وقتی که هوا داره حرکت پیدا میکنه توی آلول توی مجاری تنفسی داره میره جلو، اونجا به علت برخورد کردن مولکولای هوا به دیواره های مجرای تنفسی یه فشار اضافی ایجاد میشه که اون در واقع میشه رزیستنس یا مقاومت. پس میشه تغییرات فشار تقسیم بر سرعت حرکت هوا که میشه فلو، تغییرات فشار به سرعت حرکت هوا که بهش میگیم فلو. خب پس مقاومت راه هوایی در واقع بستگی به چه پارامترایی داره؟ هرچی لوله تنگتر باشه، مجرای تنفسی تنگتر باشه، سرعت حرکت هوا هرچی زیادتر باشه، مقاومت هم تغییر خواهد کرد. پس در ریه ها دو تا نیرو وجود دارن که دستگاه تعبیه مکانیکی باید بر اونا غلبه بکنه. یکی مقاومت راه هواییه و یکی هم کمپلیانسه. حالا مقاومت راه هوایی بعضی وقتا مقاومت بافتی هم میتونیم حساب بکنیم. مثلا خود قفس سینه ممکنه که سفت شده باشه، راحت پذیرش نداشته باشه، مقاومت داشته باشه، اونم میشه باید حساب بکنیم. معمولا تو بالین اون رو هم مد نظر قرار میدیم. پس ما اگر تصور بکنیم یک لوله‌ای رو در نظر بگیریم، یه هوایی رو یا یک مایع یا یک سیالی رو جریان میدید داخل این لوله، مقاومت یا برخورد مولکول‌های هوایی یا سیال به دیوارهای این مجرا به پارامترهایی مثل در واقع سرعت حرکت و تغییرات فشار ارتباط داره. شما فشار تنگترش میکنی جلو شیر رو، می مایه یا آبی که از شلنگش خارج میشه سرعتش زیادتر خواهد شد و مقاومتش زیادتر خواهد شد. خب در مقدار مقاومت راه هوایی در مریضی که لوله تراشه داره 6. میگه آقا حالا متوجه شدید که 60 تا 80 گفتم برای اینکه این 6 رو تو ذهنت نگه داری. میگیم کمپلیانس ریه ها در حالت نرمال چقدره؟ میگم 60 تا 80 سی سی به ازای هر سانتی متر آب. مقاومت راه هوایی 6 سانتی متر آب پر لیتر پر سکند. میگه چرا این واحدش این شکلی شد؟ میگم فرمول ما چی بود؟ تغییرات فشار واحدش چیه؟ سانتی متر آب. تقسیم بر جریان هوا واحدش چیه؟ لیتر در ثانیه. یعنی لیتر در ثانیه. پس 6 سانتی متر آب پر لیتر پر سکند مقدار رزیستنسیه که تو راه هوایی وجود داره. میگه آقا من نفهمیدم چی گفتی. میگم نگاه کن بذار اینجا رو توضیح بدم. نگاه کنید. یه دم شروع شد، این تغییرات فشار، این خط افقی زمان. ببینید از اینجا شروع شد، دم انجام شد، گفتم من اینجایی که این غلبه میکنه بر مقاومت راه هوایی در ابتدای دم نمیتونم دقیق اندازه گیری کنم، این فاصله رو به عنوان مقاومت راه هوایی در نظر میگیرم. یعنی هرچی این فاصله زیادتر بشه یعنی نیروی بیشتری برای غلبه بر مقاومت راه هوایی لازمه. میگه این نیرو که وسط دمه، که میگم این نیرو چون ابتدایی اینو نمیتونستم اندازه گیری کنم، از این خاصی اینو راحتتر میتونم پیدا کنم، اینو به عنوان مقاومت راه هوایی در نظر میگیرم. اول که دست تو شروع میکنه هوا رو با فشار میفرسته تو مجرای تنفسی، این مقدار زیادی از هوا صرف غلبه بر مقاومت، یعنی هرچی مجرای تنفسی مریض تنگ تر باشه این بیشتر میاد بالا و بعد صرف غلبه در واقع باد کردن آلوول میشه که این میاد تا حد اکثر فشار و بعد وقتی که وقفه دمی اتفاق میفته، یعنی هوا وارد میشه تو آلوول، گلوت بسته میشه، نگه میداره گلوت رو، هوا حبس شده تو آلوول ها ولی هنوز خارج نشده، یه افت فشار اتفاق میفته که گفتیم بهش میگیم پلاتیو پرشر. اینجا فلش زده که نوشته چی؟ فشار آلوول، فشار تو آلوول، پلاتیو پرشر. بعد یه مدت هوا رو نگه میدارن،
چند ثانیه مثلا یا چند دهم ثانیه هوا رو تو آلول نگه میداره. پس یادم باشه هر زمانی فاصله پی آی پی تا پلاکیو زیاد بشه، یعنی با چشمم نگاه بکنم هر چقدر این زیادتر بشود، یعنی مقاومت راه هوایی زیاد شد. هرچه این فاصلت زیادتر بشه، یعنی فشار پلاکیو زیادتر بشه، یعنی دیواره آلولت سفتر بوده، هوای 500 سیسی هوای فرستاده آلولت خوب پذیرش نداشته، دیوارش سفت بوده، فشار توش زیادتر شده. پس من از طریق این فاصله میفهمم کمپلیانس هم زیاد شده یا نه، و از طریق این فاصله میفهمم که مقاومت راه هواییم چجوری. میگه آقا از کجا نرمالش رو بفهمیم؟ این فاصله نرمالش چنده؟ این فاصله نرمالش چنده؟ به عنوان یه قانون کلی در دستگاه تهویه مکانیکی خوب دقت بفرمایید. نگاه کنید. این همون رزیستنت مقاومت راه هوایی، ببینید؟ این مقاومت راه هوایی. این معادل این در نظر گرفت. پس این متوازی الاضلاعی که شما در نظر بگیرید، این ضلعش و این ضلعش میشه نیرویی که صرف فشاری که صرف غلبه بر مقاومت راه هوایی. این فشار از 10 تا 15 سانتی متر آب نباید بیشتر باشه. نگاه کن این فاصله 10 تا 15 سانتی متر آب نباید بیشتر باشه. اگه بیشتر بشود یعنی اینکه مقاومت راه هوایی زیاد شده. دقت بفرمایید، آقا تو که رزیستنس رو گفتی 6، گفتم رزیستنس رو با فرمول فلور رو تقسیمش کردم، اینجا فقط بر اساس فشار دارم حساب میکنم دیگه، فلور رو اصلا لحاظ نکردم. میگم آقا من از طریق این فشار چشمی میتونم حدس بزنم که مقاومت راه هوایی زیاد شده یا نه، بدونی که از فرمول استفاده بکنم. میگم هر زمانی این فاصله پی آی پی تا پلاتیو که معادل این فاصله هست زیاد بشود، یعنی مقاومت راه هوایی زیاد شده. هر زمانی این فاصله زیاد بشه، یعنی دیواره آلول سفت شده، یعنی فشار تو آلول من زیادتر. خب اینجا این فال ارزش برای من مهم نیست، ارزش به زمان بستگی داره. دست شما ممکنه بگید مریض 2 دقیقه دور دو ثانیه روی وقفه دمی بذاری، نیم ثانیه رو، این دیگه دست شماست. خب ولی این فشار وابسته هست به کیفیت و وضعیت دیواره آلول، یعنی فشاری که توی آلول ایجاد شده از اینجا تا اینجا. پس تغییرات فشار مد نظر منه، فشار داخل آلول میشه کمپلیانسش که گفتی معمولا میگه آقا نرمالش باید چند باشه این فشار، نمیگم که معادل کمپلیانس از چقدر زیادتر بشه به من نشون میده که فشار تو آلول زیاده کمپلیانس کمه، میگم از 30 که زیادتر شد اوضاع آلول خیلی خراب، یعنی نباید به هیچ عنوان بذاریم فشار توی آلول از 30 زیادتر بشه، چون اگه از 30 زیادتر بشه آلول میترکه، آسیب میبینه. حالا ممکنه نترکه ولی آسیب میبینه. پس من 2 تا چیز به شما یاد دادم. 1، وقتی تغییرات فشار نمودار فشار رو به من نشون میده، از فاصله پی آی پی تا پلاتیو متوجه میشم مقاومت را متوجه مقاومت را هوای زیاد شده، مثلا برونکو اسپاسم داره، آسم داره مریض، یا لوتراشش تنگ شده، ساکشن لازم داره، که این فاصله گفتیم 10 تا 15 تا نباید زیادتر بشه. و یه فاصله اینجا گفتم از بالا تا یه پلاتیو پرشر گفتم، که این پلاتیو پرشر یعنی فشار داخل آلول، یعنی به من پیغام میده که چقدر نیرو الان تو آلول وجود داره، چقدر فشار تو آلول. هیچ وقت نباید بذاریم از 30 زیادتر بشه. اگر از 30 زیادتر بشود یعنی اینکه احتمال باروتروما وجود داره. درست شد؟ اینجا هم دقیقا همین موضوع رو گفته، گفتی این فاصله یعنی سی تا دی رزیستنس مقاومت راه هواییه. حالا اگر فرمولش رو نداد، عددش رو به یادم رفته بود، از این متوجه میشه، از دور نگاه میکنی به دستگاه تهویه مکانیکی متوجه میشی این فشار زیاد شده، میگه آقا ساکشن لازم داره، یا برونکو اسپاس داره، اسپریش رو زدی یا نزدی. و این فاصله یعنی اینجا کمپلیانسری هست. حالا این یه فشار پایه‌ای ممکنه در نظر گرفته باشه یا صفر در نظر گرفته، فرقی نمی‌کنه، نسبت به این فشار پایه مد نظر است. همه عدد و رقم‌ها نسبت به فشار پایه مد نظر است. خب پس با این تفسیر اگر نمودار تهویه مکانیکی نرمال رو که تغییر پر شدن ریه‌ها رو مثلا 500 سی‌سی هوا فرستاده تو ریه‌ها، نمودار تغییراتش این شکلیه، میگم این نرماله، فاصله‌اش خوبه، پلاتیو پرشر منم اگه عدد داشته باشم زیر 30، اگه مقاومت راه هوایی زیاد شده باشه می‌بینیم فاصله زیاد شده.
اگر میبینی پلاتیو پرشرت افزایش پیدا کرده، کمپلیانس اومده پایین. و اگر نه، پی آی پی تا پلاتیو زیاد شده و در واقع زمان دمت کوتاه‌تر شده، اینجا شیب اینو نگاه کنید، تا پی آی پی شیب اینو نگاه کنید، ممکنه جریان هوا سرعتش زیادتر شده باشه که حالا در مورد این بعدن صحبت میکنیم. فعلا الان تو ذهن ما باشه، مقاومت راه هوایی زیاد شد، فاصله پی آی پی تو پلاتیو پرشر خودش از کمپلیانس ریه ها کم شد، یعنی دیوار آل وول سفت شد. خب من از اینم رد بشم برم. پس یک نموداری که برای ما دستگاه تهویه مکانیکی نمایش میدن، یکی از نمودارها نمودار تغییرات فشار نسبت به زمان. صفحه دستگاه تهویه مکانیکی رو من وقتی نگاه میکنم، یه سری همچین نمودارای این شکلی میبینید که تغییرات فشار پی آی پی داره، پلاتیو داره، میاد پایین. حالا همیشه ممکنه این شکلی نبینید، توضیح خواهم داد، ولی اکثر اوقات اینجوری میبینید، یه پی آی پی، یه پلاتیو پرشر و زمان پلاتیو پرشر و یه بازدم. یعنی این قسمت‌های آبی رنگ کم رنگ که ملاحظه می‌فرمایید زمان دم، اینم زمان بازدم، اینم وقفه دمی، فاصله بین دو وقفه، مثل اینجوری یه وقفه، خب. یه نمودار دیگه ای هم که به من نشون میده دستگاه تهویه میکانیکی که مرسوم هست، باید جزئیاتش خوب بلد باشیم، اصطلاحا بهش میگن نمودار فلو. پس یه نمودار یا اسکالر اصطلاحا، یعنی تغییرات متغیری مثل فشار نسبت به زمان بود. یه نمودار دیگه نمودار فلو نسبت به زمان، جریان هوا. یه آقا جریان چیه؟ الان توضیح. نمودار جریان، ما الان تا الان نموداره، یعنی می اومدیم آلوول ها رو پر و خالی می کردیم، تغییرات فشار رو به شما توضیح دادیم، می خواهیم در مورد فلو صحبت کنیم. اول ببینیم مفهوم فلو چیه، اینجا با هم نگاه بکنیم. این مفهوم فلو چیه؟ ببین نگاه بکنید، ما یه ظرف آب داشته باشیم، خب، که حجم مشخصی داره، این حجم مشخصی توش وجود داره و یه مدت زمان سرعت پر کردن این ظرف، سرعت پر کردن این، اضافه کردن این حجم به این ظرف رو بهش میگیم فلو. یعنی اگر ما فرض بکنیم یه آلوئولی داشته باشیم که گنجایش فرض بکنیم 500 سی‌سی هوا رو داره، با چه سرعتی پرش کنم یعنی فلو، یعنی چقدر زمان صرفش بکنم. یه زمانی از این 500 سی‌سی هوا رو شما توی زمان مثلا فرض بکنید 0.1 ثانیه پر میکنیش، میگیم فلو خیلی زیاده. یه زمانی هست نه، شما میایی توی 1 ثانیه پرش میکنید، یعنی همون 500 سیسی هوا رو، یا همون مثلا فرض بکنید یه لیوان آبه که با پارچ میخوای پرش بکنی، این لیوان آب رو یه زمانی شما طولش میدی آروم آروم پر میکنی، یه زمانی نه، یه دفعه پارچ آب خالی میکنی تو لیوان. اونی که پارچه آبو یه دفعه خالی کردی نیست، فلو زیادتره. پس به عبارت بهتر فلو میشه این که شما یه حجمی رو در یه چه مدت از زمان وارد کردی. به عبارت بهتر نگاه کنید، فلو میشه حجم تقسیم بر زمان. فلو برابر است با، حالا این برعکس برای ولیوم گفته، فلو برابر است با حجم تقسیم بر زمان، یعنی یه حجمی رو در چه واحد زمان وارد کردی. خب من نمودار فلو رو اگه بخوام به شما نشون بدم، نگاه کنید، این تغییرات جریان هوای لیتر در دقیقه یا لیتر در ثانیه هست، اینم زمانه، تایم. یه زمانی هست شما سریع این کار رو انجام دادی، یه زمانی نه آهسته این کار رو انجام دادی. این تصویره نگاه کنید، این همین پارچه رو پر کرده 500 سیسیه، سریع این کار رو تو واحد زمان کم پرش کرده، یه زمانی نه تو واحد زمان طولانی پرش کرده. ولی هر دوتاشو نگاه بکنی 500 سیسی هوا توش وارد شده. این منطقه سبز رنگی که ملاحظه می‌فرمایید، سطحش یا مساحتش رو که حساب بکنید تو هر دوتا یکیه، یعنی اگه مساحت اینو حساب بکنیم، مساحت اینم حساب بکنیم، یکیه، فقط این تو زمان کوتاه در، این تو زمان طولانی در. پس نمودار حجم که دستگاه تهویه مکانیکی تو صفحش به من نشون میده،
هر زمانی که میبینم طولانی تر شده تغییرات هر تو واحد زمان طولانی تر، یعنی آهسته تر اون واحد تنفسی یا آلوول من پر شده. هر زمان میبینم کوتاه‌تر شده، یعنی سریع‌تر پر شده. دم و بازدم تو این چجوریه؟ یه دم انجام میشه تا اینجا بازدم، یعنی قسمت مثبت فلو مربوط به دمه، قسمت منفیش که زیر خط هستش مربوط به بازدمه. یعنی نگاه کنید هوا رو وقتی میفرسته تو مجرای تنفسی دستگاه تهویه میکنه که جریان مثبت ثبت میکنه، و وقتی بازدم مریض انجام میده جریان منفی. دقت بفرمایید در نمودارهایی که شما نمودار، این نمودار پایینی فشارها، در جاهایی که شما 500 سیسی هوا رو میفرستی و پی آی پی داری، یعنی حد اکثر فشار توش میبینی، نمودار فلوی ما همیشه مربعی شکل میگن اسکوار نمودار فشار، فشار دمی. نگاه کن از اینجا تا اینجا مگه دم نبود؟ حالا این وقفه دمی نذاشته، هوا رو وارد کرده، وقفه دمی نذاشته، بازدم. میتونی وقفه دمی بذاری، میتونی نذاری، دست ماست. فشار هوا رو وارد کرده، حد اکثر فشار، وقفه دمی نذاشته، بازدم. دم بعدی. پس ما معادل در واقع زمان دم که تو نمودار فشار داریم میبینیم، معادل همون زمان یه مربعی تو قسمت دم و بازدم میشه. نگاه بکنی این شکلی هوا خالی میشه، آروم خالی میشه. زمان بازدم من معمولا طولانی تر از زمان دم هست، یعنی اگر زمان دم من یک ثانیه باشد، این از اینجا تا اینجا باید 2 ثانیه تقریبا طول بکشه. حالا اگر جریان هوا آهسته تر وارد بشه، نگاه کن این سری وارد شد، آهسته تر وارد شد، نمودار فلو منم چی شده؟ طول کشیده و جریان هوا کندتر بود. اینجا جریان هوا زیادتر، این جریان هوا کندتر. خب با این تفاصیل ما پس یک نمودار دیگه تو دستگاه تهویه مکانیکی داریم به اسم تغییرات فلو که خیلی برای ما مهمه. ما یکی تغییرات فشار خیلی برای ما مهمه، اطلاعات میتونیم کسب بکنیم، یکی تغییرات فلو هست. از اینجا شروع میشه تا اینجا دم، وقفه دمی، بازدم. اگه این نمودار سبز من چسبیده باشه به نمودار صورتیه، یعنی که من هیچ وقفه دمی نذاشتم برای مریض. ممکنه بذارم، ممکنه دست شماست که چجوری دستگاه تهویه مکانیکی رو تنظیم کنید. پس یه دم، یه بازدم. خب حالا دقت بفرمایید، نمودار بازدمی خیلی اطلاعات به ما میده. نگاه کنیم با هم. بعضی وقتا نمودار بازدمی شما این، ببخشید من این قسمت، نگاه کن بازدم شما زود به خط پایه نرسیده، طول کشیده اومده نرسیده اصلا به خط پایه. این داره به من پیغام میده که مقاومت راه هوایی زیاد شده، هوا دیر داره از ریه ها میاد بیرون. اینجا هوا رو وارد ریه کرده، وقفه دمی هم نذاشته چون فاصله نداره، وقفه دمی نذاشته، فقط نمودار بازدمی من باید زود برسه به حداقل 2 برابر این باید باشه تا اینجا. ولی نگاه کنید الان تا اینجا طول کشید. میگه چی رو به من نشون میده؟ نشون میده که هوا دیر داره از تو ریه ها میاد بیرون. نشون میده اون 500 سیسی هوایی که وارد ریه شده با تأخیر داره میاد بیرون. میگه چرا با تأخیر داره؟ میگه مهمترین علتش تنگی تو مجاری تنفسی. پس مهمترین علامتی که همچین نموداری رو به من نشون میده، من از دور نگاه میکنم با نمودار فلو متوجه میشم که مقاومت رو هوایی زیاد شده. میگه آقا اونجا هم کمک کنم؟ میگم اینم کمک کننده است، اینم کمک کننده. در تر نمودار فشارم میتونی تشخیص بدی که مقاومت رو هوایی زیاد شده، در نمودار فلو هم میتونی متوجه بشی. این نمودار رزیستنس نرمال، اینجا مقاومت رو هوایی زیاد شده، مقاومت رو هوایی زیاد شده، نمودار من خیلی دیرتر به خط پایه رسیده. اینجا راحت اون 500 سیسی هوایی که وارد شده راحت تخلیش تو این فاصله زمانی، اینجا میبینیم تو این فاصله زمانی طولانی تر، پس مقاومت راه هوایی زیاد شد. این کاربردش کجاست؟ به خصوص وقتی که شما یه داروی اسپری برای مریض دسته، مریض وصل به دستگاه تهویه مکانیکیه، شما اسپری زدی براش، پرستار موظف چک کنه قبل از اسپری زدن وضعیت نمودار بازدمی فلو چجوریه، بعد از اینکه اسپری زد آیا اسپریش تاثیرگذار بود، تونست مجرا رو باز کنه یا نه. به خصوص در مواقعی که برونکودیلاتور دارید استفاده میکنید، تغییرات نمودار فلو خیلی کمک کنه. قبل از اینکه اسپری بزنیم، این نمودار فلو خیلی طولانیه، یعنی این قسمت سبز رنگ با
آیه تأخیری به خط پایه رسیده و بعد از اینکه اسپری استفاده کردیم نه خیلی خوب شد، خیلی زمان کوتاه‌تر شد، یعنی کامل فلو جریان هوا راحت جریان پیدا کرد، عمیق‌تر شد تغییرات جریان هوا، این تغییرات جریان هواش انقدر این عمیق‌تر اومد پایین‌تر و بعد زودتر به خط پایه رسید، هوا زودتر خالی شد از توریا، زودتر صفر شد، اصطلاحاً جریان هوا متوقف شد و صفر شد. پس ما میتونیم از این تغییرات در نمودار فلو استفاده کنیم. بعضی وقتا میبینید نمودار فلوت اصلا باز فلوی بازن به صفر نمیرسه، دم بعدی سوار میشه، یعنی هنوز هوای توریه ها کامل خالی نشده، هنوز یه ذره هوا جریان داره کامل تخلیه نشده، دم بعدی اضافه شد. یعنی مریض شما چه مشکلی داره پیدا میکنه؟ یه قسمتی از هوا داره به دام میفته توریه هاش، یعنی بد تنظیم کردیم، یه ایر ترپینگ اتفاق افتاد، یه 500 سیسی هوا رو تو این نمود قسمت قرمزه وارد ریا کرد، هنوز این 500 سیسی جریان هوا هنوز ادامه داره، هنوز تخلیه نشده، یه 500 سیسی دیگه اضافه شد، یعنی 150 سیسی از هوای قبلی مثلا فرض بکنیم مونده تو ریه ها، یه 500 تای دیگه هم اضافه شد، یعنی شد 650 تا. تو نفس بعدی ممکنه یه 50 تای دیگه اضافه بشه، میشه 700 تا. یعنی هر بار که مریض داره نفس میکشه انگار یه حجمی از هوا تو ریه ها داره به دام میفته، این خطرناکه برای مریض. پس من با نگاه کردن به نمودار فلو میتونم یه اطلاعات خوب دیگه هم به دست بیارم، این که آیا هوایی که وارد ریه ها شده آیا کامل خالی شد یا نه، میگم ایر ترپینگ اتوپیپ اتفاق افتاد، که حالا بعدن این که ایر ترپینگ اتفاق افتاد یا اصطلاحاً میگیم اتوپیپ به وجود اومد چه کار باید بکنیم توضیح میدیم. فقط میخوام بگم نمودار فلو یا نمودار جریان هوای اطلاعات اینجوری هم به ما خواهد داد. خب اگر سوالی دارید تا اینجا بفرمایید، اگر نه که خیلی زمان صرف شده، من شرمنده شما شدم، امیدوارم بنده رو ببخشید. اگر سوالی دارید کجا رو فرمودید جناب آقای رجبیش که آلکالوز نمیده، چرا؟ حالا اگر توضیح بدید که منظورتون کجای نمودار بود، چون من سوال شما رو الان دیدم، اگر بفرمایید متشکر میشم. خب جناب آقای رجبی اگر سوالتون رو مجدد بفرمایید ممنون میشم، که حالا من خیلی متوجه تعداد تنفس رو میفرمایید، تعداد اگر فینگلیشی تایپ بکنید، چون اینجا برعکس افتاده من اصلا متوجه نمیشم اینجا چی نوشتی. الان حضور غیاب میکنم، چشم. تعداد زیاد تنظیم کن. بله تعداد زیاد اگه تنظیم بکنیم، بله ما در مورد اینکه چجوری چند تا باید تنظیم بکنیم تعداد تنفس رو حتما توضیح خواهیم داد به شما، چون بر اساس ABG ما باید دستگاه تنظیم مکانیکی رو تنظیم بکنیم. فعلا الان ما یه آشنایی پیدا کردیم با نمودار تغییرات فشار و نمودار مربوط به جریان هوا و اطلاعاتی که این دوتا نمودار میتونستن به ما بدن. این دوتا رو فعلا مد نظر قرار بدید، انشالله خودتونم یکم مطالعه بکنید از روی کتاب که بعد توضیحات من تکمیل بکنه و اگه سوالی دارید بتونم جواب بدم بهش. خب این خیلی اهمیت داره برای من. سپاسگزارم. اگه اجازه بفرمایید من دوستان بزرگواری که حضور دارند روی